محمد وأجل فرجهم وسهل مخرجهم والآن وأهلك أعداءهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما خاتمهم بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي أرواحنا له الفداء وأرواح العالمين، اللعنة الدائمة الأبدية الأزلية على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حق خلافتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، آمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. در یک روز یک شنبه بهاری دیگه در این گرمای خرداد ماه و به قول عرب ها حر حزیران یا حزیران، روز یک شنبه بعد از ظهر باز مهمان خانه های شما هستم من با برنامه دیگر از سری برنامه های نیم قرن دروغ. به همه شما برادران و خواهران ایمانی، شیعیان رافضی محمد و علی و آل محمد و علی علیهم السلام سلام عرض میکنم، عرض ارادت دارم و اخلاص. سلام علیکم و رحمت الله، هر جا هستید سلامت باشید. ایران، افغانستان، منطقه خلیج، عراق، آسیای میانه، تاجیکستان، هر کجا که صدای من رو میشنوید، هند، بله تا بخشی از چین که برنامه ما رو میبینند و بسیار دیگه از دوستان و برادران ایمانی و خواهران محترم ما که در اروپا و امریکا یا با مختصر تغییر از طریق اینترنت میبینن و یا بعد برنامه ما رو روی یوتیوب پیگیری میکنن، به همه تون عرض ارادت و اخلاص دارم. انشاءالله که هر جا هستید سلامت باشید، سربلند باشید، عزیز باشید و در امان باشید از همه فتنه های آخر زمان و خودتون رو سال به سال، ماه به ماه، هفته به هفته، روز به روز، ساعت به ساعت، دقیقه به دقیقه و لحظه به لحظه آماده و آماده تر کنید برای ظهور موفور و سرور حضرت صاحب زمان. هر کدام از ما یکی از سلول‌های بدنه زنده تشیع رافضی باشیم و این بدن برپا دارنده بزرگترین و بلندترین و باعزت‌ترین پرچم‌های سبب ساز برای سلطنت و سلطه، حالا سلطنت نمی معنی پادشاهی که پادشاهی هم هست اما برتر از پادشاهی است،
برای سیطره و هیمنه حق و حقیقت در عالم و برانداختن ظلم و بیداد و مافیای فساد در عالم، یعنی حکومت مهدوی، یعنی حکومت صالحترین صالحان عالم از نسل آدم، نوح، ابراهیم و از نسل پاک خاتم انبیا و علی مرتضی و فاطمه زهرا و آخرین بازمانده از فرزندان معصوم رسول خدا. ان شاء الله که روزی خواهد آمد و شیعیان رافضی با تمام اخلاص، با تمام آزادگی و آگاهی به یاری او برخواهند خواست تا با جهد و تلاش و جهاد و جانفشانی در رکاب او قیام کنند و اقامه دین خدا کنند. امید اون روز برای رسیدن به یه همچون روزی باید گذشته رو خوب بشناسیم. در برنامه مربوط به تاریخ 1300-400 سال پیش با عنوان قرار دادن نام بزرگترین دشمن خدا در بین زنان تبهکار و سیاه بخت و سیاه روز عالم، حمیرا دختر زندیق، در روزهای شنبه صحبتی کردیم در خصوص لزوم بررسی تاریخ، اون در باب تاریخ دور. اما در روزهای شنبه در خصوص تاریخ نزدیک، همین 50 سال اخیر و خیانتی که برخی مدعیان علم و آگاهی و بصیرت و عرفان و معرفت و فقه و فقاهت و اجتهاد به جامعه شیعیان و مسلمانان و کل بشریت کردن، در به انحراف کشوندن خرد و اندیشه انسان شیعه و مسلمانان عالم در شناخت تشیع و همه انسان ها، و همه انسان ها حق دارند با دین خدا و حقیقت اون دین که تشیع است آشنا بشن، چنین خیانتی رو مرتکب شدن به گمان اینکه هرگز نسلی نخواهد آمد که اون دروغ ها و اون اکاذیب و اون اراجیف رو بفهمه و بیدار بشه و از اون دوری کنه، که در کار خودشون بسیار پیروز و پر پیشرفت و پر ترقی هم بودن، که البته ترقی در تعریف خودشون، پیشرفت و موفقیت در تعریف خودشون، اما در تعریف ما اونها موفق نبودن، اونها به نوعی سقوط کردن و همچنان که فرعون قوم خودش رو به جهنم میبره، اونها هم با قوم خودشون، با اون کسانی که اونها رو باور کردن و به خاطر ضعف علم و خطای در معرفت اون شخصیت ها رو به عنوان امام و پیشوای خودشون قرار دادن، به یقین در روزی که هر گروهی از مردمان با امام خود محشور می شوند، اونها هم با امام خود محشور خواهند شد. البته امید به رحمت خدا داریم، شاید از بابت اون مهر و محبتی که در دل اون افراد بود از وجود نازنین فاطمه زهرا و پدر فاطمه زهرا و همسر او و مادر او و فرزندان او، شاید
از این باب رحمت خدا بر اونها شامل بشه و مورد شفاعت قرار بگیرن، اگر که اهل عناد نبوده باشن، شاید در عالم برزخشون اگر اهل عناد نبوده باشن در دنیا جای این باشه که از این زلالت و گمراهی به سوی هدایت راه پیدا کنن، که در اعتقاد ما عالم برزخ یه دوره تجدیدیه، شاید بشه خیلی چیزها رو اصلاح کرد. خب با برنامه دهم از مجموع برنامه های این قرن درو برای فهم صحیح اونچه که در طول این 52 سال اخیر به طرز شیطنت آمیزی عملا بر سر امت شیعه و حتی بشه گفت امت اسلام آمد، بتونیم درست بفهمیم چه شد و اون شده ها و اتفاق افتاده ها رو درست تحلیل کنیم و بتونیم خودمون رو به یک فضای امنی برسونیم از این آشوب خانه‌ای که پیش اومده امروز نجات پیدا کنیم و به قلعه امن برسیم، به توحید برسیم، به ولایت خدا و رسول خدا و ولایت امیر مؤمنان که همون ولایت خدا و رسول است برسیم و در اونجا با دخول به این حسن، با ورود به این حسن و قلعه حسین مستاق امن امن عذابی بشیم و از عذاب دنیا و نکبت دنیا و از عذاب آخرت در امان بشیم. برای اینه برنامه های ما. بعضی ها حرفشون اینه که در لحن کلام شما یک نوع کینه و حقدی خوابیده. به واقع یه زمانی همین حال صدا و نحوه بیان بعضی از مستبصرین مثل مرحوم احمد حسین یعقوب اردنی یا مروان خلیفات که الان اسمش شده مهدی خلیفات، از جهت سلامت باشه، یا شخصیتی مثل دکتر تیجانی، علل خصوص دکتر تیجانی، و یا در شخصیت مرحوم شهید حسن شحاته، همین لحن حقد و کینه داغ رو من خودم میدیدم و تعجب میکردم که چرا این چنین اینان نسبت به عالمان و شخصیت های فرهنگی و علمی و اهل قلم و اهل کتاب و دانش و فکر از طایفه عمری و بکری اینها موضع میگیرن. خاطرم هست یکی از دوستان که از دکتر تیجانی این سوال رو کرده بود، در جوابش دکتر تیجانی گفته بود که به خاطر اینکه من سالیان سال از عمرم رو در یک تفکر غلط تباه کردم، الان که ما از فضای اون دروغ داریم خودمون رو خارج میکنیم و گاهی اوقات هنوز احساس میکنیم بیماری حاصله از بودنمون سالهای سال در اون فضا ما رو بر این وامی داره که گاهی اوقات میخوایم به زبان خودمون دروغ بگیم و واقعیت ها رو خلاف حقیقت و حقیقت های پنهان جلوه بدیم. به همین گفته دکتر تیجانی من میرسم که سالیان سال حقیقت از ما پنهان شد و چیز دیگری به ما گفته شد به عنوان حقیقت، و امروز وقتی که نتایج اون دروغگویی ها رو بررسی میکنیم میبینیم که سرمون سالها کلاه رفته
و ما را به جام بی خودی مدهوش کردن. بله، بر سفره ما خون ما را، نه فقط خون ما را نوش کردن، که خون ما را، آب روی ما را، سرمایه های انسانی و مادی ما را، سرمایه های علمی و فرهنگی ما را، هرچی داشتیم و نداشتیم نوش کردن و آبی هم روش خوردند و با صدای بلند سلام بر حسین هم گفتن. دقیقا عمل اونها مثل عمل یزید بود که مشک بلستانی رو در شام در خیابونها حرکت داد و روی مشکهاشون هم نوشتن که لعن الله من قتل الحسین عطشان، خدا لعنت کنه اون کسی که حسین رو لب تشنه کشت. خب خودت کردی این کار رو، اما اینها صحنه سازی بود. اینها هم با صحنه سازی ها، با سیرک پردازی ها خودشون رو حسینی جلوه دادن. امروز دختر 6 ساله 7 ساله کوچک من میگفت از بین همه امام ها من امام حسین رو بیشتر دوست دارم. بچه و حتی از او کوچکتر هم بچه ها و تا بزرگترها و پیرمردها و تا حتی غیر مسلمان ها، مسیحی ها و حتی غیر از مسیحیان، حتی کلیمیان، حتی زرتشتیان، حتی بوداییان، همه عالم امام حسین رو جور دیگه ای دوست دارن. پیرمردی در جمع اصحاب امام صادق علیه السلام به حضرت صادق عرض کرد بعد از مدتی که با خودش کلنجار رفت تا این حرف رو بزنه، عرض کرد که آقا جان من یه خلاصه موردی در من هست که یه مقدار احساس میکنم این مورد نباید باشه، به خلاف اون چیزی که من باید عقیده داشته باشم. حضرت فرمودن چه موردی؟ این مورد رو برای من بگو. گفت آقا جان من همه شما رو دوست دارم، از جد بزرگوارتون، جد اعلای شما آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امیرالمومنین، تا خود شما و حتی اون کسانی که در آینده از نسل شما خواهند آمد و وعده اونها رو جدتون رسول الله داد، همچنان که امام صادق خودش در وعده های رسول الله بود و آمد، همه شما رو دوست دارم، همه تون رو در قلب خودم پیدا می کنم به عنوان محبوب، به عنوان دلداده خودم. اما یه چیزی هست یه جور دیگه دوستش دارم از بین شما، حسین رو جور دیگه ای دوست دارم و این احساس میکنم که خلاف عقیده حقه شیعه بودنه، من باید همه شما رو نور واحد ببینم و به صورت واحد دوست داشته باشم. این استثنایی که من در محبت شما قائلم نسبت به امام حسین که او رو بیشتر از همه دوست دارم از کجاست؟ حضرت صادق علیه السلام فرمودن که فلانی تعجب نکن، خود ما اهل بیت هم حسین رو جور دیگری دوست دارم. این مورد رو دشمنان دین خدا فهمیدن که حسین بوی دیگری میده، یعنی نه بویی غیر از اون عطر خوشبوی محمد آل محمد، همون بو اما خصوصیت دیگه ای داره. آنچه گفت خوبان همه دارن تو یک جا داری. حضرت صادق خودشون باز فرمودن این رو که همه ما کشتی نجاتیم، اما بله حسین وسیع‌تر از کشتی او و سریع‌تر به ساحل نجات می‌رسد. اونهایی که خواستن
دین خدا رو و تشیع حقی که در بین همه 73 فرقه منشعب شده و منفک شده از اسلام، فرقه ناجیه بود، تخریب کنن و چهره تشیع حقه اثناعشریه امامیه رو، چهره باطل جلوه بدن، از همین نقطه و از همین نقطه ناب استفاده کردن. و شعار نهضت ما حسینیه شد شعار به اصطلاح انقلابی اونها. اما میتونیم به جرأت بگیم این بزرگترین دروغی بود که گفتن. اگه میگفتن نهضت ما اسلامیه، خب میشد به یه ترتیبی نهضت ما اسلامیه رو نسبت بدیم به فرق انحرافی اسلام. میشد که اگر که میگفتن نهضت ما یک نهضت دینیست، همینطور میشد بگیم که خب خیلی دین های ساختگی هست که اینها هیچ ربطی به دین خدا نداره، ادیان شیطانی. ادعای دینداری کردند، ادعای دینی بودن نهضت و حکومت کردند، اما این بزرگترین دروغشون نبود. ادعای اسلامی بودن کردند، اما این بزرگترین دروغشون نبود. ادعای علوی بودن حتی کردند، اما این بزرگترین دروغشون نبود، چون به فرمایش خود امیرالمومنین از اون 72 فرقه منحرف 12 فرقه خودشون رو منسوب به امیرالمومنین میکنن. اما ادعای حسینی بودن به یقین بزرگترین دروغی بود که اینها گفتن و همین رو میخوایم ثابت کنیم. اگر همین رو بتونیم ثابت کنیم، به جهت اینکه تمام ادعاهای دروغ دیگه مثل دانه های تسبیح در این نخ پشت سر هم قرار گیره، اگر همین ادعا رو بتونیم باطل کنیم، بقیه ادعاهای باطل ابطال میشه خود به خود. خب گفتیم که یک نهضت حسینی باید از نظر عقیده حسینی باشه، از نظر یعنی از منظر شعار و اونچه که گفته شده در اون نهضت و وعده داده شده و یا ذکر شده به عنوان بگیم که اساسنامه های بنیادین یک نهضت که در قول آمده و در نوشتار آمده و بیان عقاید اون نهضت بوده، اون حرکت فکری بوده و همچنین در رفتارها و قانونگذاری ها باید رعایت می شده. حالا اگر یک نهضت حسینی باشه، باید عقیده اون نهضت حسینی باشه. عقیده حسینی یعنی عقیده علوی، یعنی عقیده محمدی، یعنی عقیده رضوی، یعنی عقیده اثناعشری و نمیتونم من در یه زمان بگم من تا امروز عقیده حسینی داشتم، حالا از این به بعد میخوام عقیده مثلا حسنی داشته باشم. این شرکه چون معتقدیم همه اونها نور واحدی بودند در عقیده و شعار واحدی داشتند، چهارشون شعار توحید بود، پرچم برافراشته توسط اون 14 نور پاک و اون خانواده
پاک و طیب و طاهر، پرچم توحید و ولایت خدا و رسول خدا و اولیاء خدا بود و قولشون هم واحد بود. آنچه گفتن در قولشون، در کلامشون هیچ دوگانگی نبود، هیچ تشتتی نبود در حقیقت و در واقعیت، در حقیقت امر، در باطن امر و در ظاهر امر و در رفتارشون همچنین. اما گفتیم که اون کسانی که آمدن در این 50 سال و با شعار نهضت ما حسینیه از سال 42 ایدئولوژی پردازی کردن، عقیده سازی کردن تا سال 57، به سال 57 موجی ایجاد شد، از سال 56 در حقیقت بعد از کشته شدن مصطفی خمینی، آیت الله مصطفی خمینی، این فقیه بصیر و آگاه، این روحانی درداشنا، این شخصیتی که در واقع با کشتنش دستهای استعماری با یک تیر اقلن دو هدف رو زدن. یک هدف این که او رو که به عنوان یک عامل مهم در منع بروز یک کودتا و یک موج سازی توسط پدرش مؤثر بود از میان برداشتن و دقیقا با کشتن او موجی رو هم ایجاد کردن. توجه کنید او خودش یک موجگیر بود. بارها پدر او قصد داشت که اعلامیه بنویسه و نوشت و جلوی نشر اعلامیه ها رو اون کسانی که نجف بودن و دوران نجف اون آقا رو یادشون هست و سید مصطفی رو میشناختن که ایشون چه شخصیتی بود و چه جور فکر میکرد، بارها مصطفی خمینی جلوی نشر اعلامیه ها و به عبارتی واضح تر جلوی شیطنت های سیاسی پدرش رو گرفت و با واضح ترین کلام میگفت که آقا جون شما کارتون رو بکنید، شما یک مرجعی برسید به داد حوزه و روحانیت و سازمان فکری و عقیدتی شیعیان. حالا شاه داره حکومت خودش رو میکنه، مردم دارن زندگی میکنن، اگر قرار باشه اصلاحی صورت بگیره باید توسط روحانیت صورت بگیره، اونم به صورت کاملا فرهنگی و مدنی. همون حرفی که به نوعی ما امروز میزنیم که اگر قرار باشه اصلاحی صورت بگیره این اصلاح باید کاملا به شکل مدنی و متمدنانه و مترقیانه و فرهنگی صورت بگیره. باید انسان ها تک تک بفهمن، با موج سازی کاری پیش نمیده. خلاصه با قتل او هم این دیدگاه حذف شد و هم از قتل او یک موج ایجاد شد برای اینکه پدر او بتونه بر این موج خودش رو به ساحل حکومتی اونطور که خودش تعریف کرده بود در این سالهای بین 50 و بین 42 تا 57 به ساحل چنین حکومتی خودش رو برسونه و رسونه. خب شعار این حکومت این بود، رفتارها این بود،
از عزاداری امام حسین، از سینه‌زنی و زنجیرزنی و مجالس روزه امام حسین به عنوان محمل و مرکب و وسیله و ابزار برای توسعه فکر و اندیشه باطل خودشون استفاده کردن. به واقع اگر اون سال 56 و 57 که هیچ تلویزیونی، هیچ رادیویی در اختیار شخصیت‌های کودتای شوم 57 نبود، اگر مجالس امام حسین نبود، اینها کجا می‌خواستن حرفاشون رو بزنن؟ بله. اما با گذر زمان خیلی چیزها روشن شد. معلوم شد که شالوده فکری اون آقایی که اون روز به عنوان یک مرجع تقلید و به عنوان یک شخصیت هماهنگ با حوزه فکری شیعیان، شیعیان امامی اثناعشری خودش رو معرفی کرده بود، از نظر اعتقادی این فرد با چنین حوزه‌ای هماهنگ و همراه نبوده و امروز این قضیه به وضوح و به آشکاری خودش رو داره نشون میده. و اما اون روزها جرأت این رو نداشت که این وضوح رو در گفتار خودش آشکار کنه، نه او و نه نزدیکان او. و اگر هم دستی از قنداق بیرون می آوردن، کسانی بودن، چون مرحوم آیت الله حلبی، چون حتی یه شخصیتی مثل آقای فردوسی پور که مثلا شاگرد اون آقا بود در نجف و خیلی های دیگه که یه جورایی ایشون رو آگاه میکردن که داری از جاده خارج میشی، در حالی که او از نظر اعتقادی از جاده کاملا خارج بود، اعتقاداتی داشت که اعتقادات بعدها روشن و آشکار شد. اما به هر ترتیب این دروغ در حالتی که تنور داغ بود، نونش کاملا به تنور نشست و الانم که خب می‌بینیم که یک حرم و گنبد بارگاهی بسیار پر جلال و جبروت تر از نظر ظاهر بگیم از بعض دیگر از امامان و یا امامزادگانی که اون امامزادگان مورد تایید به اصطلاح مستقیم امامان معصوم بودن ساخته شده، برای اینکه اینها اساسا کارشون با به اصطلاح تشبیه سازی، شبیه سازی، به هر حال عرض کردیم تو گریم کردن و سیلک را انداختن استادن. خب چیزی رو عوض نمی کنه، نه این گنبد و چهار گلدسته و نه اون چهار گنبد آبی اطراف و نه اون ارزم به خدمتون ذریح ساخته شده و اون آینه کاری ها و کاشی کاری ها چیزی رو در مرقد جهنمی درست شده در بهشت زهرا چیزی رو عوض نمی کنه. همچنان که گنبد بارگاه درست کردن برای محمد حسینی بهشتی با همه عقاید یزیدیش چیزی رو درست نمی کنه. و امروز خیلی ها آگاه و بیدار و سرزنده و جوانتر از هر زمان دیگه در صدد فهمیدن حقیقت هم. گفتیم که یکی از پایه‌های این حکومت دروغ، حکومت فکری و فرهنگی و بعد
به تبع اون حکومت سیاسی و کودتایی این جماعت اندیشه عرفانی و صوفیانه و فلسفی، که حالا چه فرقی بین عرفان با فلسفه با تصوف هست این خودش جای بحثه. اما من سربسته خدمتتون بگم همون حرفایی که فلاسفه منحرف اسلامی، چون ما افرادی هم داریم که اینها فلسفه اسلامی رو، حالا اینکه آیا اصلا اسلام فلسفه داره یا نداره جای بحث داریم، فلسفه اسلامی اون چیزی که معروفه به فلسفه اسلامی که بعد از کلام باید خونده بشه، کسانی که میخوان فلسفه بخونن باید بعد از علم کلام بخونن و الا در همون اول کار اوضاعشون قمر در عقرب میشه به قول معروف. حالا بعد از کلام، بعد از عقاید، اعتقادات، وقتی کسی اومد وارد فلسفه شد و خوند، وقت میبینه که میتونه بفهمه، اگر رو اعتقادات و رو قرآن و حدیث کار کرده باشه میتونه بفهمه که بخشی از این فلسفه، بخشی اعظم این فلسفه که به فلسفه اشراقی و فلسفه نمیدونم ارزم به خدمتون که حالا ملا صدرایی و حکمت متعالیه و بعد میاد جلوتر منتهی میشه به عرفان اسلامی، این فلسفه چه چاله چوله های غیر قابل پر کردنی داره و چقدر جاده خطرناکی و هر لحظه ممکنه که سالک این طریق به این چاله ها بیفته و هلاک بشه. اونچه که فلاسفه زور میزنن با عقل و قواعد منطقی و اصطلاحات فلسفی اثبات کنند، عرفا با ادراکات به قول خودشون وحیگونه، با واردات قلبیه، با حالات جذب و انجذاب بهش دست پیدا میکنند. البته اینها لحن خودشون رو دارن، الفاظ و اصطلاحات خودشون دارن، اونها هم همچنین. باز صوفیه فضای دیگه ای برای خودشون دارن. اما اگر بخوایم مفصل در این خصوص بحث کنیم که چه تفاوتهایی بین دیدگاه و بگیم رؤیه فلسفی و دیدگاه و رؤیه عرفانی و صوفی هست، بحث به درازا کشیده میشه، امکانش هست و شاید وقتی هم لزوم باشه این کار بکنیم. اما اون چه که مسلمه فلاسفه ای از این دست، فلاسفه ای که در حساس ترین بحث عقائدی در قضیه توحید اینها قائل به وحدت وجود شدن و همه عالم رو جلوه ذات خدا میدونن و معتقدن آنچه در این عالم وجود داره وجودش نه مخلوق خداست که در ضمن وجود خداست و از ماهیت وجود خداست، و پیروان عرفانی که از همین آبشخور فکری ارتضاء کرده و صوفیه‌ای که باز به همین جا ختم میشن، به جهت اینکه منشأشون یکی بوده، منتها اگر که تاریخ رو ورق بزنیم، تاریخ دوره اواخر اموی و اوائل عباسی، میبینیم که تلاش اینها اون سلاطین بنی امیه و بنی عباس این بود که دو دکان خیلی بزرگ رو در مقابل
به اصطلاح مسجد و به اصطلاح معبد خداپرستی محمد و آل محمد باز کنن. در مقابل این مسجد، در مقابل این خانه عبادت، دو دکان بگشایند. یه دکان پوستین بازی و عرضم به خدمتتون که سر به سجده گذاشتن و ذکر گفتن و حلقه راه انداختن، و چرا که میخواستن نور سلوکی محمد و آل محمد رو در عالم در چشم طالبان سلوک ضعیف جلوه بدن، و از طرف دیگه در مقابل علم محمد و آل محمد دکان فلسفه رو باز کردن. اگر فلسفه‌ای وجود داشته باشه که برآمده از علم محمد و آل محمد و قرآن باشه، اون حقیقت فلسفه اسلام، و الا بافته هایی که با بکارگیری مبانی غیر قرآنی و غیر حدیثی، منتها با یک رنگ اسلامی، امروز به عنوان فلسفه اسلام معرفی میشه، اون مورد قبول نیست. حالا گوینده اون هر کی میخواد باشه، شیخ الرئیس ابو علی سینا باشه، فارابی باشه، و یا هر کس دیگری که میخواد باشه، ملا صدرا باشه، شیخ اشراق باشه، محی الدین عربی باشه، هر کی میخواد باشه. خب داشتیم بررسی میکردیم شخصیت یکی از همین شله منحرف رو، عقیده انحرافی، صاحب عقیده یا بگیم عقاید انحرافی در دایره عقاید اسلامی، آقای ملا جلال رومی رو داشتیم با هم دیگه یه جوری حرفاشو ورق می‌زدیم و سعی می‌کردیم که بیشتر بفهمیم و بشناسیم. ملا جلالی که امروز صاحب ادعای اعلمیت و نه مرجعیت، مرجعیت و نه صرف اجتهاد، کسی که یک روز کلمه آیت الله رو وقتی جلوی اسم اون میگفتیم دهنمون رو بخ میکرد و خودمون یه جوری رفت میفهد که آج تو شد، چرا این کلمه آیت الله با این اسم خیلی نمیخونه با هم؟ چون یه دفعه این آیت الله بودن بدون این کسی باور داشته باشه در یک شب برای این اسم به عنوان پیشوند قرار گرفت. بعد صحبت اجتهاد شد و خلاصه به ضرب و زور اجتهاد ایشون پذیرفته شد، و بعد صحبت مرجعیت پیش اومد و خیلی ها به کلمه مرجعیت در خصوص ایشون میخندیدن، خیلی از کسانی که اساسا ایشون رو به عنوان رهبر قبول داشتن و دوست داشتن و احترام میذاشتن. و بعد از مدتی از این پا فراتر رفت و صحبت علمیت پیش اومد. تقریبا 4-5 روز پیش بود که کسی اینجا تو بیروت از من میپرسید که به نظر شما علمیت بین این سه مرجع کدوم رو شامل میشه، بین آیت الله سیستانی و آیت الله وحید خراسانی و خامنه‌ای. یعنی برای مردم این، برای عده‌ای واقعا این جریان تبدیل شده به یک سوال که کدام یکی از این سه نفر، این فرد هم اسمش اومده به هر حال جزو اون کسانی که شبهه علمیت، بعضی که کاملا معتقدن که ایشون علمه، وقت این مرجع یه شبه مجتهد شده، یه سه سال مرجع شده ای که در حقیقت به مهندسی معکوس ایشون مرجع شده، یعنی برخلاف این که افراد سالها درس میکنند و درس میدند و یه دوره فقهی مینویسند و بعد گروهی رو برای استفتاءات خودشون به عنوان لجنه استفتاء گرده هم میارند و یک دوره استفتاء میکنند، افتاء میکنند، و بعد اون وقت اگر عمری باقی بمونه، عرضم به خدمتتون که مناسک حجی می نویسند و خلاصه یواش یواش، من
مقلدینی پیدا میکنن، مقلدین استفتاء میکنن، و وقت در جواب این استفتاءات افتاهای این مرجع رو مینویسند و به عنوان کتاب مثلا آخرین استفتاءات یا عجبت الاستفتاءات اینا. ایشون خب کاملا با مهندس معکوس اول مجتهد شدن و بعد هم یک باره راه 100 ساله رو یه شبه رفتن و گفتن که یه دفعه کتابی در اومد مثل قارچ قلپی زد بیرون از چاپخونه های تهران تحت عنوان عجبه و طول استفتاء. هر کی هم که خلاصه نعلینی در حیات و حوزه های علمی نساییده بود از شنیدن این کتاب عجبه و طول استفتاءات بدنش می‌لرزید که وای که چه علمی و چه دانشی زیر این عجبه و طول استفتاءات خوابیده. حالا امروز من یک نمونه از عرضم به خدمتتون که نهایت علم و دانش و تقوایی که در عجبه و طول استفتاءات خوابیده رو برای شما بیان خواهم کرد. وقت این آقا میاد و عرض کردیم ملا جلال رومی رو به عنوان یک عارف معرفی میکنه و همین آقا میگه که به شعرهای آیینی میگه که بخشی از مثلا مفاهیم شعری شما میتونه مفاهیم عرفانی و معنوی باشه. مثنوی رو ببینید مثنوی رو چقدر درش عرفان خوابیده. خب حالا ما میخوام مثنوی رو ببینید. الان دومی حساب اون جلسه ایست که داریم مثنوی رو و شخصیت نویسنده او رو اون کتاب رو یعنی ملا جلال افغانی بلخی و سپس رومی رو بررسی میکنیم. اشعار مذکوره، اون اشعاری که در جلسه گذشته بخشش رو خوندیم، پیشترا پیشترا چند از این رهزنی، چون تو منی و چون تو منی من تو ام، چند تو ای و منی، نور حقیم و زجاج با خود و چندین لجاج، از چه گریزت چنین روشنی از روشنی. این اشعار رو میگیم که با زور میتوان تأویل صحیح نمود، این صاحب این مقاله میگه، ولی مولوی اشعار دیگری دارد که آنها قابل تأویل نیست، هر چقدر بخوای تأویلش کنی قابل تأویل نیست. لذا صدای افرادی مثل علامه محمد تقی جعفری دیگه اونجا در آمده. به شهادت علما مثل اشعار زیل که در اواخر جلد اول مثنوی آن را سروده، از زبان امیرالمومنین علیه السلام به ابن ملجم، این اشعار دیگه قابل تأویل نیست که مولا امیرالمومنین به ابن ملجم خطاب میکنه، آلت حقی و فاعل دست حق، تو فقط یک وسیله ای بودی، فاعل این ضربت دست حق بود، کی زنم بر آلت حق تأن و دق، غم مخور فردا شفیع تو منم، مالک روحم نه مملوک تنم. یک ظالمی که نه فقط ظلم به مولا امیرالمومنین کرد، ظلم به همه بشریت کرد، همه بشریت رو از وجود علی ابن ابی طالب محروم کرد با کشتن مولا علی علیه السلام. این فرد رو از زبان امیرالمومنین، یعنی ببینید چیکار کرده مولا جلال، اولا به ظاهر زبان امیرالمومنین یه دروغ بسته. اصلا فرض کنید یه نفر بیاد یه حرف خوبی رو که امیرالمومنین علیه السلام نزده بیاد به اسم امیرالمومنین حرف رو به اون حضرت نسبت بده، به اسم امیرالمومنین بگه. مثلا به عنوان مثال، به عنوان مثال حالا من براتون میگم، این که مثلا امیرالمومنین علیه السلام بیام از قول امیرالمومنین این رو بگم، بگم که آقا نمیتونم یعنی حتی یه حرف خوبی هم که میخوام رو زبان امیرالمومنین بذارم، یه حرف خوب، اصلا یه حرف خوبی رو میخوام
رو زبان امیرالمومنین بدارم و این حرف رو حضرت نزدن، زبان من بر نمیگرده. هرچی میخوام خودم راضی کنیم که از قول امیرالمومنین یه چیزی بگیم که اون حضرت نگفته، ولی اون که اون حرف خوبیه، حرف غلطی هم نیست. چه رسد به این که یه نفر بیاد از قول امیرالمومنین یک عقیده باطلی رو تبلیغ کنه؟ چه فاجعه‌ایه که امیرالمومنین علیه السلام بگه علیاذ بالله به ابن ملجم که ابن ملجم تو آلت حقی و فاعلی که این فعل رو انجام داد، من رو ضربت زد، این دست حق بود، کی زنن بر آلت حق دست دادم؟ این توحیدیه که اینها قائلن که هر چی در عالم هر عملی اتفاق میفته این رو خدا انجام میده. اما ما چی میگیم؟ ما میگیم هر عملی در عالم انجام میگیره قدرت رو خدا داده، بله، اما اون کسی که عمل خیر انجام میده و اون کسی که عمل شر انجام میده هیچ کدوم مجبور نیستن. من مجبور نیستم به اینکه کار خوب بکنم یا کار بد بکنم، اما چه کار خوب بکنم چه کار بد بکنم قدرت انجام کار خوب و قدرت و توانایی کار بد رو خدا به من داده، و این اختیار رو هم که کدوم رو انتخاب بکنم این اختیار رو هم خدا به من داده. اما این اختیار که در دست من هست، این انتخاب که در اختیار من هست، دلیل بر این نمیشه که این کار رو خدا کرده. غم مخور، فردا شفیع تو منم، مالک روحم، نه من رو که تنم. خب آقای ملا جلال رومی، آقا امیرالمومنین فردا فقط شفیع ابن ملجمه یا شفیع همه جنایتکارانه؟ اگر فقط شفیع ابن ملجمه که بقیه جنایتکاران هم حق دارن بگن که یا علی شفیع ما هم باش، ما هم اگر جنایت کردیم ما آلت حق بودیم و فاعل دست حق بودیم، آلت حق بودیم و فاعل دست حق بود، ما رو هم شفاعت کن. چرا بین ما و دیگر جنایتکاران به اصطلاح تفاوت قائلی؟ چرا بین ما و دیگر جنایتکاران به نوعی فرق میذاری؟ این با عدالت تو ای علی جور در نمیاد. پس به این ترتیب تمام جنایتکاران فردا شفیعشون آقا امیرالمومنین. محقق سبزواری در شرح مثنوی هنگام شرح این ابیات در پیش اتاق افتاده، چندان که تحقیقات عرفانیه فرموده گرهی نگشوده و بعد از این در اون در زدن می‌فرماید و بالجمله این ابیات را نباید حمل بر جبر کرد، به جهت آن که جناب مولوی این شعر را هم گفته. یعنی می‌خواد بگه مولوی جبری نبوده، چرا که این شعر را هم گفته، این که گویی این کنم یا آن کنم این دلیل اختیار است ای صنم، این که گویی این کنم یا آن کنم این دلیل اختیار است ای صنم. آقای محقق سبزواری، شما یک بیت رو آوردید دال بر این که ملا جلال قالب جبر نبوده، ولی خب نه در یک جا و دو جا و چند موضع کوچیک، سراسر اندیشه های ملا جلال رومی اثبات کننده این هست که او جبری مسلک و جبری مآب بوده. جماعتی گویند این اشعار نص در جبر است، اما شعر مشارون الی دلیل بر این است که مولوی صوفی ابن الوقت
به این معنا بوده که هرچه بر سر قلمش می آمده می نوشته است و مزاق او با محی الدین عربی قریب الافق است و این شعر شاهد قول طایفه چهارم است. یعنی یه جایی میرسه بر این که باید جبر رو درست کنه و جبر رو به عنوان یک پایه اعتقادی معرفی کنه، در آشکار و نهان با لفافه بدون لفافه جبری میشه، سرپوشیده و غیر سرپوشیده، و یه جایی هم نه، اون روحیه ابن وقت بودنش اختزام میکنه که چی نباشه، جبری نباشه، بلکه ازم به خدمتتون که کاملا از کسانی باشه که معتقد به تفویض هستن و قول جبر رو قبول ندارن. وقت در اینجاست که عرضم به خدمتتون که اون شکلی میشه. ابن الوقت طبقه چهارم اینطور میگن، حالا نه فقط در خصوصی در عقیده جبر و تفویض، بلکه در بسیار دیگر از رفتارهاش میبینیم که ابن الوقت یه جا از مولا علی علیه السلام به بزرگی یاد میکنه، انقدر بزرگی که میفته در ورطه غلو و باطلگویی که اگر خود مولا امیرالمومنین علیه السلام حاضر بودن قول او رو استنکار میکردن، کمان که استنکار هم کردن کسانی شبیه او رو و همه ائمه علیهم السلام اهل غلو رو استنکار کردن. و یه جایی هم می‌بینیم که همین آقا احادیثی که مربوط می‌شده به شخصیتی چون فاطمه زهرا سلام الله علیها، میاد نام فاطمه زهرا رو برمیگردونه به نام به خودش خاتون پاک. بله، رقاصه جنگ جمل رو می‌کنه خاتون پاک. به هر حال ابن الوقت یا به عبارت دیگه، اونی که ما اصطلاحاً میگیم خاکستری، یا به عبارت قابل فهمتر مولانا جلال الدین، مولانا که نه، مولا جلال رومی، یک نون به نرخ روز خور بوده، یه نون به نرخ روز خور بوده، خلاصه هر جا که هرچی به مصلحت بوده اون رو مطرح میکرده به عنوان عقیده اسلامی خودش. فرقه چهارم میگویند مولوی صوفی ابن الوقت بوده به این معنا که با هر مذهبی همراهی داشته و به تناقضات کلام خود التفاتی نداشته، گاهی بر وفق مذاق شیعه علی علیه السلام را مدح میکند، گاهی بر وفق مذاق سنیان به مدح مشایخ ثلاثه و عایشه میپردازد، گاهی اشعری مسلک و جبری مذاق می شود، معتزله را بد می گوید چنان که شنیدی، گاهی بر ضد جبری موافق مذاق معتزله می گوید در دفتر اول مثنوی. زاری ما شد دلیل استرار، خجلت ما شد دلیل اختیار. این وقتی که من اختیار دارم یه کار بدی رو میکنم خجالت میکشم، از گناه خودم خجالت میکشم، اگر من مجبور باشم که خجالت نمیکشم که. گر نبودی اختیار این شرم چیست، وین دریغ و خجلت و آزرم چیست، زجر استادان به شاگردان چراست، خاطر از تدبیرها گردان چراست. و لهو ایزن، باز این حرفاش هم دلیل بر این جریان یعنی فکری ضد جبری و معتذر به اصطلاح گویی، یعنی بر اساس عقیده معتذر گفتن داره. و لهو ایزن، انبیا در کار دنیا جبری هن،
کافران در کار اقرا اقبا جبریند، انبیا را کار اقبا اختیار، کافران را کار دنیا اختیار. پس خلاصه مطلب این است که جناب آقای مولوی ارزم به خدمت مولا جلال خان صوفی ابن الوقت است و یک دسته از این حضرات مشرب آنها خب همین است. بله، فردی از علما به نام تاج المحققین در اواخر جامع الشتات قدح بسیار از مولوی کرده و اشعار زید را شاهد فساد عقیده او آورده و این اشعار در شمس الحقایق موجود است. قهر کرده یعنی مذمت کرده. هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد، هر دم به لباس دگران یار برآمد. دل برد و نهان شد، گه پیر و جوان شد، گاهی به تک تینت سلسال فرو رفت، گاهی ز تک کاکل فخار برآمد. قواس معانی زان پس به جهان شد، گه نوح شد و کرد جهان را به دعا غرق، گه گشت خلیل و به دل نار برآمد. خود رفت به کشتی آتش، گل از آن شد، یوسف شد و از مصر فرستاد قمیصی، از دیده یعقوب چو انوار برآمد. روشنگر عالم نادیده عیان شد، حقا که همو بود که اندر ید بیضا در چوب شد و بر صفت مار برآمد. میکرد شبانی زان فخر کیان شد، میگشت دمی چند بر این رو زمین را. عیسی شد و بر گنبد دوار برآمد، از بحر تفرج تسبیح کنان شد، به جمله همو بود که می آمد و می رفت تا عاقبت آن شکل عربوار برآمد. هر قرن که دیدی دارای جهان شد، منسوخ چه باشد به تناسخ که حقیقت. شمشیر شد و در کف کرار برآمد، آن دلبر زیبا قط خدا لعنتت کنه. شمشیر شد و در کف کرار برآمد، آن دلبر زیبا قطال زمان شد. نی که همو بود که می گفت انا الحق، منصور نبود آن که بران دار برآمد. در صورت بلها نادان به گمان شد، رومی سخن کفر نگفتست و نگوید. بله، البته حالا من دارم از روی این متن که برای من اومده میخونم و گمان میکنم که یه مقداری این اشعار به هم ریختگی داره در به اصطلاح شکل تنظیمیش در این متن. باید من بیشتر دقت کنم و شاید بتونم درستر بخونم. باید حالا میخواستیم که مطلب رو بله. تاج المحققین این اشعار مذکوره رو شاهد زلال جناب مولوی آورده است و ارشاد فرموده است که این اشعار مولای رومی مقتضای او این است که خداوند متعال ظاهر می شود به صورت خلق و منتقل می گردد از صورتی به صورتی، و نیز می فرماید این اشعار مشتمل است بر خلاف آنچه بله در قرآن مجید و اخبار متواتره آمده است. و ایزن در جامع الشتات می فرماید غلات فرق بسیارند و بعضی ایشان را مذهب این است که امام آن انسان کامل است، پس هرگاه به نهایت مرتبه رسید خدا ساکن می شود در او و تکلم می کند به او، و گویا شعر ملای رومی از این باب است که فرموده است
پس امام حی و ناطق آن ولی است، خواه از نسل عمر خواه از علی است. البته این به قصد نظر از این که اگر که این شخصیت قائل باشه که ذات خدا در وجود امام نطق میکنه و امام معصوم تجلی ذات الهیه، این خودش یک انحرافه. اما خود این که این امام حی و ناطق براش فرق نکنه، خواه از نسل عمر باشه خواه از علی، این خودش انحراف بزرگتر و خطرناکتریه. این عالم جلیل صاحب جامع الشتات هرگاه مولوی را قطع کرده و کشان کشان او را داخل در غلات و مجسمه گردانیده، در اداد کفره و زنادقه و ملحدین منصوب داشته و او را با همشربان او به یک رسن بسته به دار البوار فرستاده، دیگر کدام با انصاف عقیده به مولوی پیدا می کند و به خرقه و تاج خود و بله خرقه و تاج خود را به او می رساند و او را از کبار اولیاء الله می شمارد. بعضی میگن کبار، غلطه، کبار اولیاء الله می شمارد. این نکات رو که میگه بعد می فرماد صاحب این مقال می فرماد که عین المنصفون، کجان آدم با انصاف که وقتی که این همه انحراف رو در عقاید مولا جلال می بینن، وقت باز هم خواب مولا جلال رو ببینند و آرزوی زیارت قبة الخضراء رو بکنن. من خاطرم هست که وقتی میرفتیم پای سخنرانی ها و جلسات درس، همین آقای عبدالکریم سروش که گفتیم اسم ایشون حسین خان دباغ تهرانی، معروف به عبدالکریم سروش، ایشون وقتی وصف رسول خدا رو میگفتند و در خصوص رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت میکردن، یه حال خوشی برای خودشون به وجود می اومد. بعد همون حال و همون حس رو وقتی که در مورد ملا جلال صحبت می کردند و زیارت قبة الخضراء او در عرضم به خدمتتون که قونیه ذکرش به میون می اومد، همون حالت ها رو، یعنی یه جورایی ملا جلال برای اینها تالی تل به رسول الله و تالیتل به معصومین. نمیخوام حالا بگم که اینها مولا جلال رو که البته میتونم هست بالاتر از آل محمد میدنن، چرا که اگر مولا جلال رو بالاتر نمیدیدند حاضر نبودن قرآن رو و کلام رسول الله رو با حرفهای مولا جلال بفهمن. بله، دوازدهم این که ملا احمد کوزه کنانی در هدایت الموحدین قدح بسیاری از مثنوی و مولوی کرده و او را از طایفه حلاجیه شمرده است و فرموده که بله مولوی بوی کفر میدهد، مثل این که در تعریف مرشد خود شمس تبریزی اشعاری گفته که ترجیح داده شمس را بر پیغمبران و آن اشعار این است. مطربم سرمست شد، انگشت بر رق میزند، پرده اشراق را از دل به رونق میزند، انبیا و اولیا حیران شده در حضرتت، یحیی و یعقوب و یوسف خوش معلق میزند، عیسی و موسی چه باشد؟ داره به کی میگه این حرفا رو؟ داره به مراد خودش عرضم به خدمتتون که آقای شمس خان تبریزی، سید شمس الدین تبریزی این حرفا رو میزنه که میگن شاگردی بوده موسوی. بله، علیاذ بالله عیسی و موسی چه باشد؟ منظور از عیسی و موسی یعنی حضرت عیسی روح الله و حضرت موسی کریم الله، چه باشد؟ چاکران حضرتت
جبرئیل اندر فسونش سحر مطلق میزند، جان ابراهیم مجنون گشت اندر شوق تو، تیغ را بر حلق اسماعیل و اسحق میزند. کیست آن کس که چنین مردی، کیست آن کس که چنین مردی کند اندر جهان؟ شمس تبریزی که ماه بله شمس تبریزی که ماه بود را شق میزند، یعنی شمس تبریزی که شق القمر میکند، شق ماه هستی را. هر که نام شمس تبریزی شنیدن در جهان، روح او مقبول حضرت شد، انالحق میزند. وله او ایزن، باز این آقای ملا جلال میگه ای قوم به حج رفته، کجایید کجایید؟ معشوق همینجاست، بیایید بیایید. در این شعرش هم باز ببینید که از همین بله خزعبلات آورده. به جمله در هدایت الموحدین بعد از اینکه پاره از اشعار مولوی را نقل می کند می فرماید این کلمات صریح در کفر است و اگر کسی را خیال تعلیل باشد باید از تابعان حلاج او را محسوب داشت و اگر نه نص را تعلیل نتوان کرد. 13 عرضم به خدمتتون که حالا چون تقریبا میشه گفت باید ما بحث رو باز به ادامه بحث این آقای ملا جلال رو به جلسه دیگه موکول کنیم، من الان یه بخش رو هم ارزم به خدمتون که بخونم همین 13 رو. قاضی با آن همه پافشاری در مجالس برای اصلاح حال مولوی میگوید سراج الدین قوینی یا قوینی ارزای قوینی قطع میکرده است مولوی رو به جهت آن که می گفت من با 73 مذهب یکی هستم و به این واسطه مولوی را دشنام می داد، یعنی همین چیزی که اصطلاحاً میگن به عنوان صلح کل، که من با همه 73 مذهب آشتیم، حق و باطل هر جا هست، هم با حق آشتیم هم با باطل. بله همون 72 جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، نه معذورن. خب خب توجه کنن عزیزان من، علاءالدوله سوال کردن که از حال مولوی بگو که مولوی چه کسی بوده است. گفت در سخنان او نشان استقامت و تمکین نیست. مؤلف این متن میگه بنده میگویم حقیق گوید در ایامی که در نجف اشرف بودم یک روز در مجلس درس حضرت حجت الاسلام آقای شیخ اسماعیل محلاتی صاحب کتاب نورالعلم صحبت از مولوی شد. بنده عرض کردم شما نظر شریفتان درباره مولوی چیست؟ ایشون فرمودند مثنوی میگوید صاحب من سنی اشعری است. مثنوی یعنی کتاب مولانا، اگر زبان باز کنه این چنین میگه که صاحب من سنی اشعری است و گفتن از مرحوم، حالا ایشون نوشته مرحوم ناصرالدین شاه قاجار نقل شده که ایشان از مرحوم ملا آقا دربندی از حال مولوی سوال کردن، یعنی ناصرالدین شاه از ملا آقا دربندی که از فقها بوده ایشون، ملا آقا جان دربندی صاحب افتاء و عرضم به خدمتتون که فقاهت، ایشان فورا در جواب فرمودن اهل دنیا از کهین و از مهین کی بوده این آقای مولانا ملا جلال رومی معروف مولانا، اهل دنیا از کهین و از مهین لعنت الله علیهم اجمعین، و از اشعار مولوی که نشان استقامت و تمکین در اون نیست اشعار زیل است. ای عاشقان من عاشقم رسواستم، عشقم چو بر سر میزند من واله و شیداستم، هم عاشق و شیداستم هم واله و یکتاستم، اینجاستم
نه زیر و نه بالا هستم، در عرش و در کرسی منم. بله، در عرش و در کرسی منم علیه بالله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، در عرش و در کرسی منم. کفریا ول اصل لا یختا منم، با حاملان عرش گو من پیش از این برخواستم، عالم منور شد ز من، آدم مصور شد ز من، هم عالمم هم عالمم هم فاضلم، هم قاضی العزاستم. بله، قاضی به من نازد همی، فتوا ز من سازد همی، فتوا به ناحق میدهد، نزین و نزین هاستم، برخواستم، برپاستم، پیداستم، برجاستم، پنهان نیم، پنهان نیم، من میر و مولاناستم، من پیر و هم برنا منم، هم شیخ و هم رعنا منم، هم زشت و هم زیبا منم، هم شیر و هم خرما منم. نمیدونم والا اینا رو علی ظاهرشون تو اون حالاتی که براش آتیش روشن میکردن و یه مش عرضم به خدمتتون که جک و جنبلبازایی که دورو برش بودن براش به دک و دنبک میزدن، ایشون هم یه حالاتی بهش دم میزد و دست میداد و خلاصه گفت شاعرم که خب به تنگایت قافی هم که به تنگایت شاعر به جفنگیاتی خلاصه گفته ایشون. حالا صاحب این کتاب و کتابش در دیدگاه کسی که این آدم الان خودش رو فقیه اعلم داره معرفی میکنه و بالاتر از فقاهت و اعلمیت داره امام معرفی میشه، امام خامنه‌ای داره معرفی میشه، این شخص، این آقای ملا جلال رومی رو و این کتاب مثنوی رو داره چی معرفی میکنه؟ اصول دین. بازم هم بخواید میتونیم این ویدیو رو پخش کنیم، اما امروز یه ویدیوی خیلی مفصلتر میخوام پخش کنیم. در اون ویدیو افراد مختلفی رو دوستان زحمت کشیدن، یه کار خیلی قشنگی کردن، خیلی کار قشنگی، و حتی بعضی از چهره هایی هست که شاید خیلی از شما بینندگان دیگه اون چهره ها رو خیلی هم دوستشون نداریم، مثل همون آقایی که در هفته براءت چپی این داخل دوشش و اومد و عرضم به خدمتون که ابراز کرد که بله دعوا سر لحاف ملاست و از این طرف هفته وحدت، از اون طرف هفته براءت، از این طرف میگن قمه نزنید، از اون طرف قمه میزنن، و خلاصه چهره عرضم به خدمتون که خودش رو و به اصطلاح کمر بسته شده به خدمت حکومت طاغوتی رو برای مردم آشکار کرد. بازم دستش درد نکنه، باز خوب شد به نظر من، خیلی ایشون لطف کرد این صحبت ها رو کرد، بازم دستش درد نکنه، یعنی به مراتب، من اینو بارها گفتم، به مراتب کاری که دکتر علی شریعتی کرد که امامه رو از سرش برداشت، چون ایشون امامه هم سرش گذاشته بود، امامه رو از سرش برداشت، صورتش هم قشنگ با تیغ تراشی، کراوات هم زد، رفت اونجایی که دوستاش و فکر میکرد اونجا به باطن خودش، میولات باطنی خودش نزدیک تره، اونجا هم درس خوند در اروپا پیش مستر فلان و نمیدونم پروفسور فلان، دوره های معرفتی رو گذرون، جامعه شناسی و ارزم به خدمت اون که علوم سیاسی و علوم اجتماعی، بعدم اومد خیلی آشکار و واضح انحراف خودشو بیان کرد. به مراتب راحت‌تر میشه دست علی شریعتی رو به عنوان یک دانشمند منحرف رو کرد، تا بخواد شما دست مرتضی مطهری رو به عنوان یک فیلسوف و یک فقیه نمای منحرف و دارای عقاید منحط
معرفی کنیم. همون مرتضی مطهری که امین رهبر اعظم فعلی ایران میگه چی؟ میگه ایشون از من پرسید که آقای خامنه ای نظر شما در مورد مولا جلال چیه؟ مولوی مثنوی نظر شما در مثنوی چیه؟ من گفتم نظر من نظر خود آقای مولا جلال مولویه، به قولشون مولانا جلال الدین بلخی که گفت اصول آقای مطهری هم گفت بله اتفاقا نظر من هم همینه. بس معلوم میشه مطهری هم منحرفه. همین هنهاف بس. حالا صبح تا شب بشینه ارزم به خدمت در یزیدی ازلال سخنرانی کنه در ایدئولوژی اسلامی، دیگیست که درش نه یه دونه دوتا، نه یه مشت و مشت، با بیل فضل مشت ریختن. دیگ دیگه نجسه، لزومی نداره. آره نهایتا میخواد خیلی حالا این دیگ ارزم به خدمتون اصلاح نشه، بریزی تو رودخونه ماهیا بخورن، یا بریزی جلوی مرغ و خروسا، یا اگر این دیگ رو هم محتویاتش رو زیر خاک هم دفن کنید بالاخره به درد کرمای زیر خاک میخوره، موچه ها کرما، ولی به درد بشر نمیخوره چون نجسه. بله اون روزم که من یک داستانی از مثنوی گفتم، گفتم به درد مرغ و خروسا، اونایی که مرغ و خروسن گوش کنن و بفهمن که برای چی دارن میروهن توی روزگار، برای اینکه ماره از دهنشون در بیاد. البته این داستان هایی که در مثنوی مولا جلال اومده اینطور نیست که همه رو آقای مولا جلال از فکر خودش گفته باشه، داستان هایی بوده که در فرهنگ ایران بوده و فرهنگ فارسی زبانی و فارسی زبانان بوده، لذا نقل اون داستان به عنوان یک تراث فرهنگی اشکالی نداره. اما اینکه من حتما ترجیحاً همون نتایجی رو بخوام بگیرم که مولا جلال رومی گرفته، نه، این رو ما میگیم که قابل استفاده نیست. یعنی مبانی فکری مولا جلال رو ما باید باش خداحافظی کنیم، با مبانی فکری و دیدگاهی بله حتی حافظ شیرازی، عطار نیشابوری، عرضم به خدمتتون که حاج عبدالله انصاری، به همه این شخصیت هایی که تو کتاب های فارسی و ادبیات در این سالهای بعد از کودتای 57 برای ما اینها بزرگ شدن و بعد هم یه دفعه سرکله آقای حسین عرضم به خدمتتون که الهی قمشه‌ای و این آشیخی هم که این سالهای اخیر شرح عرضم به خدمتتون که گلستان و بوستان سعدی توی تلویزیون میگفت، سرکله اینا پیدا شد و اساساً برای مردم این باور آمد که آقا اگه میخواید خدا رو بشناسی و قرآن رو بشناسی و دین رو بشناسی لزومی نداره بری سراغ احادیث محمد و آل محمد، لزومی نداره شما دنبال کتب اربعه چیه باشی، دنبال کافی باشی، بری کتاب استبصار رو ورق بزنی، من لایحضر رو ببینی، اینا رو لزومی نداره. بیا با همین کتب عرفانی و کتب شعر تو میتونی به معارف دست پیدا کنی. بعدم از همه اینا بیشرمانه تر بیان فیلم مارمولک بسازن و در فیلم مارمولک رسما گفته بشه که آقا راه های رسیدن به خدا متعدده. یعنی اینطور نیست که این راه فقط منحصر باشه در صراطی به نام صراط مستقیم علی، نه، هر راه دیگه‌ای هم که به اونجا ختم بشه این هم راهیست، راهی که به خدا، یعنی هر راهی که اول اونجا بنوشتن انتهای این راه خداست و برو توش قطعا به خدا میرسه. این همون واقع گراییه. چرا؟ چون در واقع این راه نوشتن این راه به خدا ختم میشه. ها؟ تو لزومی نداره که شک کنی، لزومی نداره شک کنی، ممکنه اصلا شیطان هم بیاد یک جاده رو اسفالت کنه و بگه آه این راه به خدا ختم میشه، برو. هر کسی اصلا میتونه برای خودش جاده داشته باشه به خدا برسه. الطرق الی الله به عدد انفاس خلائق. خدا این دلیل البته بیسوادی این آقایون اهل خانقاه و درویش ها و این جک و جنبل بازای تصوفه،
که الطرق الى الله، اگر هم بخوایم بگیم یه چیزی بخوایم بگیم، باید بگیم به عدد نفوس خلائق، نه به عدد انفاس خلائق. انفاس جمع نفسه، نه جمع نفس. حالا تازه توجیه هم میکنم، میگم بله هر کسی به اندازه نفسهای خودش میتونه، چون خراب مثل اینکه حدیث قلابی در آمد و لفظ حدیث هم غلط از آب در آمد. چی باید بگیم؟ باید بگیم به عدد نفوس خلائق. ولی حالا که گفتیم به عدد انفاس خلائق، توجیهش میکنیم که بله به عدد تعداد نفسهای خلائق راه به سوی خدا هست. تو نیست که فقط صراط مستقیم باشه، نه، طرق مختلف هست، سبل هست. خب دقت کنون عزیزان، این آقایی که ارزم به حضور شریف انورتون، بله خودشو مرجع اعلم معرفی داره میکنه و با خرج و هزینه مبالغ گزاف داره در دنیا برای خودش مرید درست میکنه و مقلد درست میکنه و در حقیقت بله کادر پرورش میده، این آقا این کتاب رو، کتاب این آقای مولوی رو عرض کردیم، اصول 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 دین میدونه. دوستان یک کلیپی رو درست کردم که گفتیم در اون کلیپ شخصیت هایی که خودشون رو لو دادن و این رو داشتیم عرض میکردیم که دستشون درد نکنه خودشون لو دادن، همونقدر که راحت تر میشود با علی شریعتی در افتاد تا مرتضی مطهری، چون علی شریعتی خودشو لو داد، آشکار کرد انحراف خودشو، اما منحرف بودن مرتضی مطهری رو سخت در آوردنش. کیا میفهمن مرتضی مطهری منحرف؟ سید جعفر مرتضی، خدا حفظشون کنه و خدا ایشون رو شفا بده از بیماری که الان ایشون مبتلا هستن. سید جعفر مرتضی عاملی از علمای جبل عامل لبنان که الان در قم ساکنن، ایشون میاد و پنبه کتاب حماسه یزیدی رو به قول معروف میزنه. البته در همون کتاب حماسه حسینی که حماسه یزیدی، در حقیقت در همون کتاب حرف درست هم هست، اختلاط حابل و نابله، حرف درست هم اونجا هست، اما همون حرف های درسته حماسه به اصطلاح حسینی رو می‌بینیم که در خود همین نهضت حسینی که گفتن نهضت حسینیه، همون حرفای مطهری رو که میگن آقایشون ایدئولوژی انقلابه و حضرت امام فرمودن همه کتابایشون مفیده، به عبارت اخرى همه کتابایشون بدون اشکاله، چون امام خمینی که نمیگه در یک کتابی که اشکال درش هست که بگن مفیده، خدا نکرده در دست مردم که غذای مسموم نمیدن که، در همون کتاب مطلبی هست که اون وقت خود همین آقای خمینی، امام خمینیشون ساز دیگه ای میزنه، خلاف اون چیزی که در کتابی که تایید کرده از مرتضی مطهری که شاگردش بود و مرتضی مطهری پاره تنم بود و اینا، یه چیز دیگه. مرتضی مطهری در کتاب حماسه خودش، حماسه حسینی، معروف به حماسه حسینی که ما حماسه یزیدی معرفیش کنیم، میگه این شعار کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، این شعار شعار شیعه نیست، این شعار شعار بنی امیه بود، به این معنا که هر روز مثل عاشورا و هر زمان و هر مکان مثل کربلا ما شیعیان رو میکشیم، هر جا دستمون برسه به رافضیان و شیعیان میکشیمشون. وقتی نگاه کنید در کنار نهضت ما حسینیه، شعار کل یوم عاشورا کل ارض کربلا تا روی سیاهی هایی که تو مساجد و حسینی ها میکوبیدن به دیوار، این شعار کل یوم عاشورا کل ارض کربلا که اصلا شعار و سمبل امویان است و دشمنان شیعه رافضی، می‌بینیم اونجا نوشته میشه. خیلی عجیبه. انحراف یعنی چی؟ بس یعنی چی؟ از درون نابود کردن یعنی چی؟ یعنی همین حساس‌ترین سنگر اسلام، حساس‌ترین معنا، تندروترین و بزرگترین کشتیه نجات رو بخوان خرق کنن و سوراخ کنن و غرق کنن که نتونستن، زهی خیال باطل. از کردم یه بار دیگه، من خدمت مرجع عالی قدست آیت الله وحید خراسانی وقتی با سوز دل مطالبی رو گفتم و گفتم آقا من حاضرم که از زن و فرزندم بگذرم و بیام
جونم رو بذارم پای حفظ شعار امام حسین. ایشون یه جمله رو خیلی به اصطلاح سربسته و دربسته و خیلی شسترفته و بر اساس الکنایت و ابلاغ من استراحه خیلی قشنگ فرمودن، فرمودن که فلانی للبیت رب یحمی، این خانه پروردگاری دارد که از اون حمایت میکنن. و دیدید شما عابد کسانی که با شعار حسینی در افتادند و کسانی که با شعار نهضت ما حسینیه شروع کردن به توهی کردن افکار و عقاید و اندیشه های مردم از اندیشه دین حسین، از عقیده دین حسینی، همون کسانی که امروز اصول دین میدونن مثنوی رو، همون کسانی هم که دیروز غمزنی رو حرام کردن، علم و کتل برداشتن رو تقبیح کردن. خب الان میخوام بزنیم خلاصه گلیزی بزنیم و روزه رو بخونیم، روزه رو فاش بخونیم. اومدیم تا یک جایی که بعد اون وقت حالا باید ادامه بدیم. بزنیم من این بحث رو به یه جایی برسونم، بعد اون وقت میریم سر اصل مطلب. من میخوام اثبات دروغ‌های این آقایون رو بکنیم. یه مقدار اول بحث خسته کننده بود اما الان دیگه میخوام بریم توی خلاصه. میگه که در شمس الحقایق از این گونه اراجیب و خرافات بسیار است، به تمام صراحت دلالت بر وحدت موجود دارد، بدتر از وحدت وجود. کسی اگه قائل به وحدت موجود باشه، خیلی از فقها معتقدن که اگر چای خور اسکام شود آب بکشی، یعنی نجاست، یعنی کفر حکمی، حکمن کافره. و قائل به آن از جمله زنادقه و ملحدین است و از این پیش یاد کردیم که هر کلمه کفری را اگر یک تأویل صحیح برای او بنماییم باید مژده داد قاطبه کفار را که جمعی اقوال و افعال ایشان را تأویل بنماییم. دلیل نداریم که هر کفری رو بیم تأویل کنیم. این است که فرمودن اول باب تأویل الحاد و زندقه است. اول باب تأویل الحاد و زندقه است، چون که از جهت فتح باب تأویل صد باب جرح و تعدیل می شود و علم رجال لغو و بیفایده می گردد و کفر هیچ کافری و فسق هیچ فاسقی و نفاق هیچ منافقی و ایمان هیچ مؤمنی ثابت نگردد. بله، و به ذالکه لم یحکم بهی عاقلون، به چنین چیزی هیچ عاقلی حکم نمی کنه که ما بیایم حرفای کفرآمیز این آقایون رو تعویل کنیم. بله، خب توجه کنید اینجا دیگه میخوام تیر خلاص رو به مولا جلال بزنیم. در کتاب متاجر استاد المتأخرین مجتهد اعظم شیخ انصاری، بله، در مکاسب محرمه، در حفظ کتب زلال، ایشون میفرماید ان المراد بالظلال ما يكون باطلا في نفسه. مراد از ظلال اون چیزی است که في نفسه باطل باشه. تا اینکه میفرماید وان يراد به ما يوجب الظلال وان كان مطالبها حقه كبعض كتب العرفاء والحكماء المشتملت على ظواهر منكره يدعون ان المراد غير ظاهرها فهذه ايضا كتب ضلال على تقدير حقيقتها. خیلی به اصطلاح منصفانه، مثلا بگیم خیلی منصفانه برخورد کرده. دقت کنید جناب استاد اعظم شیخ مرتضی انصاری در مکاسب محرمه چی گفتن؟ گفتن مراد از زلال اون چیزیست که فی نفسه باطل باشه. میرسن به جایی که میفهمن که و اگر که اراده بشود به اون چیز مایوجب الزلال، یعنی اینکه شما بیا یک حرف خوبی رو بخوای بزنی اما هدفت اینه که میخوای گمراهی ایجاد کنی، یعنی کلمه تو حق میراد و به حل باطل، آیات قرآن میاری، داستانها میاری، احادیث پیغمبر میاری، حالا کار نداریم، احادیث رو تغییر میدی، دروغ دلنگ بهش اضافه میکنی، اسم فاطمه زهرا رو برمیداری، اسم عایشه رو به عنوان خاتون پاک میزه. چرا آقا من از این کلمه خاتون پاک خندم میگیره؟ چرا؟ چون این کتاب
الفاحشه الوجه الاخر من عایشه، هر کسی خونده باشه چند صفحه خونده باشه میدونه این کلمه خاتون پاک یه جوکه، یه کمدیه، یه طنزه. خب رضاست که هر وقت میرسم به این کلمه خندم میگیره، ببخشید. خیلی ظواهرش قشنگه، آیات قرآن، احادیث، داستانهای عبرت انگیز، بوی معرفتی میده. اما چی؟ بله میفرماد و این یراد بهی ما یوجب الضلال، حرفا حرفا قشنگی اما اراده گمراهی شده، میخواد گمراه کنه با حرفای قشنگ، با حرفای خوب. و اگر که مطالب اون کتاب مطالبش حق باشه، مطالب حق است، از به اصطلاح قرآن، از احادیث آورده، از پندهای انبیا آورده، از به اصطلاح نصیحتهای جناب لقمان آورده، اما چی؟ نتیجه گیری میخواد چیکار کنه؟ میخواد نتیجه زلال و گمراهی بگیره، مثل بعض کتاب عرفا و حکما که مشتمل است بر ظواهری منکر، یعنی نتایجی که گرفته میشه خروجیش منکره، اما یدعون ان المراد غیر ظاهرها، ادعا میکنه اما منظورم این ظاهر نیست. پس منظور چیه؟ منظور اون حقایقه. خب حقایق انداجش، خروجیش، نتیجهش گمراهیه. بله اون مواد رو شما چی گرفتین؟ از قرآن گرفتین. این که خیلی بدتره، شما اگر که از قرآن به عنوان ابزار استفاده نمی کردی آقای ملا جلال، اگر از احادیث استفاده نمی کردی کمتر گناه کرده بودی، اما برداشتی ابزارت رو، متریالت رو، و به عبارتی حتی پلنت رو، نقشت رو قرآنی رسم کردی، اما قایدت چیه؟ قایدت شیطانی. خیلی بده، خیلی بده. اینکه آدم بیاد، عرضم به خدمتتون، مثلا میگم به عنوان مثال، بیاد با العیاذ بالله با تربت امام حسین یه ساختمان ظلم درست کنه، یا من ببینید این کاخ رو درست کردم برای این ظالم و طاغوت، با عرضم به خدمتتون که تربت امام حسین. لذا این دوست عزیزی که دیروز زنگ زد میگفت الان بهتره اوضاع زمان شاه، میگم نه، زمان شاه بهتر بود، نمیگم شاه آدم خوبی بود ها، نه، منتها شاه با مواد و متریال و پلن دین، با نقشه دین علیه دین در نیفتاد. اگر هم بیدینی بود، اگر هم بیدینی بود به اسم دین نبود، با ماده دین علیه دین در نیفتاد، با شمشیر دین علیه دین مبارزه نکرد پهلوی. بله وای از کسی که این کار رو بکنه. یه مثالی براتون بزنم، سه تا جوان بودن در منطقه سعادت آباد، اینها شرابخوری میکردن، معروف بودن که اینا میگساری میکنن و عرق خورن، گاهی هم با دهن آلوده و بوی گندی که از دهانشون میومد تو مردم آشکار بود. سه تا جوان مردم خیلی هم رفیق، رفاقتشون خیلی آشکار بود، میومدن و از یکی از دوستان ما که در همون منطقه سعادت آباد چرک آبی داشت قضا میگرفتن. یه وقتی هم به این گفت، به این دوست ما گفته بودن که آقا یه شب این چلک آبی در اختیار می‌ذارم، ما می‌خوام با یه جمعی از رفقا بیام تو این مراسم، تو این چلک آبی در ببندیم، کسی رو ندیم، هر چه قدم غذا داریم ما ازت می‌خریم، بعد دو سه ساعتی می‌خوام میگساری کنیم. این دوست ما نرفت بود زیر بار، گفت ما این کارو نیستیم، ما شاید خیلی ظاهرمون متدین نیست اما اهل این میگساری و این غلط‌ها و این حرفا نیستیم. تا اینکه این دوست ما تعریف می‌کرد، این دوستی که چلک آبی داشت در سعادت آباد، میگم یه وقتی اینا اومدن شب عاشورایی، آمدند و از من غذای امام حسین گرفتن. این دوست ما عاشورا و تاسوعا به اصطلاح پخت میکرد برای امام حسین، اومدن از من غذای امام حسین گرفتن و گفتن ما به اصطلاح سه نفریم، دوتا هم رفیقیم، چهار پنج تا شیش تا به ما غذای امام حسین بده. میگه من دلم خیلی منقلب شد، گفتم خدای به حق امام حسین بلکه این غذا رو ببرن و عرضم به خدمتتون که بخورن و شفا بگیرن. این دوست ما تعریف میکنه، میگه رفتند و در جاده یه جای متوقف شدند و قبل از اینکه این غذا سرد شه و دهن بیفته، اومدند و غذای سید الشهدا رو در کنار شراب گذاشتند و خوردند.
ماشین اینها در مسیر شمال تصادف کرد، دو تا از اینها مردن، یکیشون عرضم به خدمتتون که مدتی حالا ما الان خبر ندیم در چه وضعی روی ویلچر میشست و ضربه بدی به کمرش رو نخواهش وارد شده بود، شاید هم فلج شده، یکی دیگه شون چشمش آسیب بود، یکی دیگه شون عرضم به خدمتتون که به یه نحوه خیلی بدی اینها تقاص پس دادن. بابت چی؟ بابت اینکه غذای پاک و مطهر سید الشهدا رو آلوده کردن با نجاست شراب. تعارف بردار نیست، شوخی بردار نیست عزیزان برادران، این کار یه مشت آدم بعد شرابخور این شکلی. حالا کسی که دین خدا رو، نام امام حسین رو، مسیر امام حسین رو یاد بخواد خراب کنه، خدا چه بلایی به سرش میاره. همین بلایی رو به سرش میاره که امروز رو بر سر رهبر ایران و رهبران ایران. شما اگر تاریخ رو بررسی کنید برادران و خواهران، بی آبروتر از نظام سیاسی ایران در طول تاریخ بشر، در طول تاریخ بشریت بی آبروتر از نظام سیاسی امروز ایران و جمهوری اسلامی نظامی پیدا نمی کنید. باور کنید هیچ نظامی اینقدر بی آبرو و سیاه رو نشده. چرا؟ چون با دین خدا خواستم علیه خدا در بیان. بله درست فرمودن حضرت آیت الله عظمه و عید خراسانی، فرمودن ولی البیت ربون یحمی ها. بله خدا از دین خودش حفاظت میکنه، از امام حسین و آبروی امام. چرا؟ چون امام حسین از آبروی خدا و از آبروی دین خدا حمایت کرد. بله دقت کنید، پس اشعار مولوی که ظواهر اون منکر است بر فرض حق بودن مطالب آن به ادعای ایشان به شهادت علامه بزرگوار و مجتهد اعظم شیخ مرتضی انصاری همه زلال و اضلال است و بیع و شراء آنها حرام است. بیع و شراءش حرام است، فتوای مرجعی است مثل شیخ انصاری که فقیه الفقه هاست. فضلا از اینکه از قرائت و نگهداری و ترویج او که اینم حرامه، پس حکم کسی که میگه که مثنوی او اصول من نمیدونم چرا مشهد آروم نشسته، این یک کلمه، همین یک کلمه جا داشت در ایران یک نهضتی بشه، یک انقلابی بشه که الان داره میشه. البته داره این قضیه میشه. برای همینم به من پیغام دادن که آقای موسوی اسم شما رو در لیست کسانی که در گروه فتوای وزارت اطلاعات وارد کردن و استفتاء کردن، مفتیهای فاسد و منحط و منحرف و جیرخار وزارت اطلاعات برای شما حکم به اصطلاح مفتد فرعرض نوشتن و اسم شما رو در لیست حذف فیزیکی قرار دادن. بذار من از همه دوستان حلال بودی طلبیدم، اینو به من به خبر موثق گفتن، همون سربازان به اون نام حقیقی امام زمان، نه اون سرباز قلابی ها. ما هم آدم داریم، بله گفتم بارها، ما هم در ایران کس داریم، آدم داریم، اخبار ایران رو دقیق به ما میرسونن، احتمال داره. بله چرا؟ چون این کار همین یک نکته رو، همین یک نکته کافیست، همین حرف که مثنوی ملا جلال اصول دینه، همین که حرف بر کفر و الهاد و زندقه و انحراف و انحطاط رهبر سیاسی منحرف ایران علی خامنه کافیه. هیچی هم نمیخواد، نه نیاز هست که عکسش تو خیابون آتیش بزنی، نه نیاز هست که بانک آتیش بزنی، نه نیاز هست شلوغ بکنی، چون اگر این کارا رو کردی فردا همون نیروهای وزارت اطلاعات که لباس شخصی میپوشن میان به اسم تو این کارا رو میکنن و بعد فیلم برداری میکنن، میگن آی مردم دنیا ببینید یه دو اومدم اختشاش کردن، میشین مختشش. این سال 88. اما نه، تمام سعی ما اینه که به مردم بگیم عزیزان بیاد کرکره انتخابات و نمیدونم خبرگان و عرضم به خدمتتون که این دکونهای دو دهنهی که راه انداختن 22 بهمن و روز قدس و این در دکون 36 ساله رو بیاید ببندید بفهمید. اگر دل برای دین میسوزونید،
اگر دنبال ایران و کوروش و نم داریوش و این هم هستید، والله العلی العظیم قسم به خدای محمد قسم، اگر امروز کوروش سر از قبر بلند کنه و اگر امروز زرتشت از خواب مرگ بیدار بشه، روزی هزار بار تبری میکنه از نظام سیاسی ظالم ایران. روزی هزار بار تبری میکنه، نه به خاطر اینکه حالا بحث اسلام، نه 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 نه، از بس دروغ دارن میگن به مردم، از بس جنایت میکنن برای مردم، علیه مردم. حق انسانی مردم که از دست نرفته. آقا به قول فرمایش حضرت سید شهدا، بابا اگه دین نداری، خودتون پایبند دین نمی کنید، بابا آزاده باشی. آقا بگو من کافرم اما آزادگی داشته باش. بله، چه رسد به قرائت و نگهداری و ترویج؟ پس کسی که عمر خود را به تصنیف کتب ضلال پردازد، از حال او چه میپرسی؟ مثل اشعار محمود شبستری که در گلشن راز میگه که مسلمان گر بدانستی که بت چیست، بدانستی که دین در بت پرستی است. ایداد بیداد، بت و زنار و ترسایی و ناقوس، اشاره شد همه با ترک ناموس، ریا و سمعه ناقوس، بگذار بیفکن خرقه و بربند زنار، یکی در بحر وحدت گفتن الحق، یکی از قرب و بعد و سیر زورق، همه ذرات عالم همچو منصور، تو خواهی مست گیر و خواه مخمور. این حرفای کیه؟ حرفای عرضم به خدمت محمود شبستریه، عرضم منحرف منحط غیر و چی؟ غیرتش غیر در جهان نشناخت لاجرم، این جمله اشیا شد. این لعنت بر اون وحدت وجود موجودی که درست کردی خلاف قرآن. حالا این چه اثری در زندگی مردم داره؟ اثرشو براتون میگیم، به زودی اثرشو خواهیم گفت، اثرشو خواهیم گفت. قصه وحدت وجود شما رو به جبری بودن میرسونه و قصه جبری بودن همون بلایی رو سرتون میاره که تو این 1400 ساله اشعری ها بر سر سنی ها آوردن. دیانت و فکر اشعری بر سر عامه مسلمین رو بود. چجوری میتونستن شیعه رو اشعری کنند و جبری کنند؟ چجوری؟ اول وحدت وجودی کنند، اول عارف مسلک کنند. لذا همین که این آقا شد رهبر، جنگم تموم شده بود و پول و پله هم زیاد تو دست و پرش بود، چیکار کرد؟ همایش حافظ شناسی رو انداخت. چرا همایش شناخت امام صادق رو انداختی؟ چون با حافظ شناسی میشه مردم رو صوفی کرد، میشه مردم رو جبری کرد، میشه مردم رو اشعری مسلکی کرد. چرا؟ تا اینکه الان به شما نشون میدیم چرا این کارو کردن. خب حالا چون بحث به درازا میکشه، 15 مبحث رو میذاریم جلسه بعد. اما دیگه در این 15 مبحث از اینجا به بعد حرفایی زده میشه که دیگه خیلی آشکاره در کفر و الحاد و زندقه ملا جلال رومی. همین ملا جلال رومی که داره برش چی سریال پخش میشه، همین ملا جلال رومی که چی حضرت آقا میفرمان کتاب مثنوی و اصول 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 دینه. بله، از بحث 15 بعد. اما گفتم خدمتون یه ویدیویی داره ویدیویی رو آماده کرد میگه براتون پخش کنیم. در اون ویدیو چهره این آقای چهره بعضی از آقایونی که خود ما خیلی بهشون دیگه اعتمادی قائل نیستیم و نشون دادن خودشون به عنوان بسیجی میبینید، همون آقایی که چپی انداخته بود و میگفتش که دعوا سر لحاف ملاست، که حالا وقتی شما لحاف ملا رو بشناسید میفهمید بالاخره کی ادعا داره که لاف ملا مال منه به دروغ. کی ملاست و کی در مقابل استعمار تا کمر دلاست. امروز بخواستم یه صحبتی در مورد مستر همفر براتون بکنم، اما شاید وقت نرسه، شاید وقت نرسه. فقط سربسته خدمتون بگم این آقای مستر همفری که
یک کتابی داره به عنوان مذکرات مستر هنفل یا خاطرات مستر هنفل ترجمه شده به فارسی. در پایگاه فرهنگی پژوهشی آزاد مردان بختیاری یک به اصطلاح مطلبی گذاشته شده روی این وبسایت. در ابتدای این مطلب نوشته شده مقام معظم رهبری دو نقطه، مقام معظم رهبری دو نقطه، خواندن کتاب خاطرات مستر هنفل را به جوانان توصیه مؤکد میکنن. خاطرات چی گفته رهبری؟ خاطرات خواندن کتاب خاطرات مستر هنفل را به ارزم به خدمتتون که به کی؟ به جوانان من توصیه میکنم. خیلی خوب، پس این جمله مال رهبری دیگه، درسته، مال آقای سید علی خامنه ای که الان ما بهشون میگیم فرزانه جون، نمیدونم چلاقده، از هرچی بهشون میگیم، خوبم میکنیم، میگیم شما هم بگید. در کتاب در برزم به خدمتتون که این ویکیپدیا خیلی صراحت و با جدیت میگن که آقا جون این آقای مستر هنفل اصلا این شخصیت دروغه. دلایلی هم بر خودشون میارن، میگن یا یه سنی ضد وهابی نوشته این کتاب رو یا یه شیعه نوشته. اما به هر حال مورد توجه مقام معظم رهبریه. خاطرات مستر کی؟ هنفل انگلیسی. خب توجه کنن عزیزان، در یه بخشی از کتاب مستر هنفل ایشون یک توصیه کرده. چه توصیه کرده؟ من توصیه میخوام براتون بخونم. در کتاب دست‌های ناپیدا که شرح خاطرات مستر هنفل صفحه 64 این کتابی مطلبی نوشته، این کتاب نشر گلستان کوثر هم هست، یعنی از انتشارات گلستان کوثر چاپ شده، صفحه 64، کتاب با عنوان دست‌های ناپیداست. اینطور می‌نویسه خاطرات خودشو: آنچه وزارت مستعمرات انگلستان یا انگلیس به هنگام اعزام به شرق به من توصیه نمود عبارت بوده از چند چیز. یکیش اینه: گسترش همه جانب مراکز درویش پروری همانند خانقاه ها و تکثیر و انتشار رساله ها و کتاب هایی که مردم عوام را به روی گرداندن از دنیا و مافیا، یعنی مسائلی که مربوط به دنیاشون باشه، همون کاری که چی؟ به استناد قول عایشه المانی ها با سنی ها کردن. چی؟ عایشه گفت آقا پیغمبر فرموده که من اصلا دنیا شما خبر ندارم، سر در نمیارم. آقا الله دنیاتون رو برید از اهل دنیا بگید، از اون کسانی که دنیاداری بلدن، مثل عمر. چطور از ابن سینا نقل میکنن؟ کلام ابن سیناست که کلام ابن سینا چیه؟ میگه اگر که موندیم بین این که دنیا رو دست سیاست دست یک دنیادار بدیم یا در دست یک دیندار، باید دنیا رو دست یک دنیادار، کسی که بلد دنیاداری کنه، سیاست بلده، بدیم. همچنان که علی ابن ابی طالب دنیا رو دست ابوبکر عمر و عثمان که بلد بودن دنیاداری کنن. بله، و دیندار باید مشاور اینا باشه که اگه اینا تو دنیا داری خواستن بیدینی کنن، این تذکر بود آقا اینجا داری تو بیدینی میکنی، حواست جمع باشه. یعنی علی علیه السلام هم به نظر آقای ابن سینا دنیا داری بلد نبود، سیاست باید دست کی باشه؟ دست یه مش پدر سوخته باشه. وقتی این پدر سوخته ای که دینداری بلد نیست و دین نمیدونه چیه و دنیا داری بلده به قول خودش، این حرف علی رو گوش میده؟ پی حرف علی علیه السلام باید بره میره، اگر رفته بودن پی امیرالمومنین که اول کاری که میکردن دنیا رو میذاشتن زمین، اول کاری که میکردن بین دنیا و دینداری رو جمع میکردن، یعنی دنیا رو دیندارانه حفظ میکردن. خب همون حرف عایشه که آقا پیغمبر فرمودن آقا بلد نیستم برید دنبال دنیاتون، این حرفو مستر هنفل میگه چیکار کنی؟ نهادینه کنی؟ به کتاب‌ها و رساله‌هایی که مردم عوام را به روی گرداندن از دنیا و مافیها، گوشه‌گیری و مردم گریزی سوق می‌دهد، مانند کتاب احیاء العلوم غزالی، منظومه‌های مثنوی، همون مثنوی که الان شده اصول دین، و کتاب‌های محی‌الدین عربی، اینها این مواد مخدرا رو
به مردم بدید، بزنید مردم چی بشن؟ ها؟ مردم اشعری مسلک شن، جبری مسلک شن، هر اتفاقی افتاد بگید خدا خواست، اراده خداوندیه. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ این اتفاقی میفته که الان میبینید، نگاه کنید. اخ محمد جواد، اذا ممكن الكليب الاول مو الثاني، الثاني اللي سورة بعض المعممين، لا الاول هذيك، بس انا احكي كلمة مع الناس بعدين انت. خب این کلیپ که میخوام بهتون نشون بدم چیه؟ خوب توجه کنن عزیزان، خوب دقت کنن. این کلیپ عرضم به خدمتتون که آقای دکتر عباسی از فقر مردم جزیره مینو خرمشهر در این کلیپ میگه. جالبه که پس از مدتی، بدونید پس از مدتی از پخش مصاحبه وی به طرز پس از پخش این مصاحبه وی به طرز مشکوکی بر اثر سکته فوت میکنه. نگاه کنید، مردم جزیره مینو و مردم جزیره ایران که دور تا دورشون عالم دیگه ایه و همه دارن در اون عالم زندگی میکنن، از مردم عراق و پاکستان و افغانستان و خلیج و ترکیه و آذربایجان همه بگیر، فقط در ایرانه که آخر زمانه باید ما شرایط رو تحمل کنیم تا آقامون بیاد و هیچ گونه تغییر نباید بدیم. فقط ما مردم ایران هستیم، ما مردم شیعه هستیم، حالا در دایره وسیع‌تر ما شیعیان هستیم که باید بدبخت باشیم و در دوران غیبت بدبختی ما از نشانه های ظهور امام زمانه. اگر یه روزی ما قرار شد خوشبخت بشیم، ظهور امام زمان 500 سال عقب میفته. خوب نگاه کنید، چرا؟ چون ما جبری شدیم، چون جبری شدیم. یکی از نشانه های جبری شدن فلاکت و فقر و نکبت در زندگی ظاهریه. نگاه کنید. فضل محمد جواد. مردمی با ایمان در رفاه، مرزبان غیور. ببینید ما چی ساختیم؟ مشتی مردم گرسنه. شهردار جزیره مینو میگه از هر 20 خانواده 8 خانواده تحت پوشش هستند، پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام. بقیه هم که قرار نگرفتن چون وسع این دوتا بنگاه امدادی نمیرسه. اونجا مردمی وجود دارن که یک دست لباس دارن برای فرستادن دو تا دخترشون به مدرسه. دختر دومی صبر میکنه تا دختر اولی از مدرسه بیاد، لباس خواهرش رو بپوشه، کفش خواهرش رو بپوشه، کیف خواهرش رو بردار و بره مدرسه. این مصیبت رو باید کی پاسخ بده؟ که در شلمچه و حوالی شلمچه که بیش از 5 عملیات بزرگ و غرورآفرین اتفاق افتاده، پدر پول نداره به دخترش بده که 50 تومن با مینیبوس بره خودشو به دبیرستان برسونه و 50 تومن بده برگرده، به خاطر اینکه 100 تا 1 تومنی نداره دختره و دختر جوان از تحصیل باز میمونه. ما ماه مبارک گذشته تصمیم گرفتیم یه چلو کباب خیلی معمولی به بچه های مدارس بدیم. این خاطره واقعی از کسی که مستقیما ناظر بوده. دو تا سیخ کباب کوبیده یه معمولی دانش آموز یکیشو میخوره یکیشو توی جیبش میذاره. بهش میگن که چرا تو جیبت گذاشتی؟ میگه خواهری دارم که تا حالا کباب نخورده. و 800 میلیارد تومان اونجا پول ریخته شده. اینو من برای آقای دکتر الهام تعریف کردم. آقای دکتر الهام مثل ابر بهاری گریه کرد. گفتم آقای دکتر الهام
به اندازه کافی گریه کن داریم. مردم کار میخوان، کار. 25 سال مردم صبر کردن در عین یأسی که براشون به وجود آوردن. 25 سال مردمی که توانایی کار داشتن توفیلی بارشون آوردند. 25 سال امکان کار، آموزش، مهارت رو از مردم دریغ کردند. مردم کار میخوان. بله کار کردن، کار کردن، فکر نکنید کار نکردن. همینقدر که مردم دارن با این فقر زندگی میکنن، این همون کاری که تو این 36 سال شده. وگرنه جاده ساختن و ارزم به خدمتون که برق کشیدن و اینا که اینکه کار که کارا که همین کارا رو به زمان پهلوی هم بهترش انجام میشد. این که حکومت پهلوی بره و حکومت ریش و عمامه و توزیع المسائل و اجوبة الاستفتاءات یا جای حکومت نمیدونم انقلاب سفید رو بگیره و امثال انقلاب سفید، 22 بهمن بیاد جای ارزم به خدمتون که حالا اون روزهایی که اون روز اون زمان بزرگ می‌داشتن اسم میدون ها عوض بشه، از 24 اسفند بشه نمیم هفته تیر، میدون فوزیه بشه امام حسین. چرا این اتفاق افتاد؟ کار میخواستن بکنن. چرا میخواستن کار بکنن؟ چی کار میخواستن بکنن؟ جاده میکشیم، سد میسازیم، برق میدیم، تلویزیون ارزم به خدمتون تو خونه هاتون میذاریم، اینترنت و ماهوار و همه امکانات هم میدیم که چی کارتون کنیم؟ عقیدتون رو خراب کنیم. اما فقیر باید بمونید، بیچاره باید بمونید. باید تا دیروز نوکر آمریکا بودید، از این باید باید نوکر این به اصطلاح این ورد و شکیه باشید. اون روز آمریکا میخواست برای شما تکنولوژی فلان بهمان بیاره، اما حالا روسیه به شما میخواد به اصطلاح انرژی هسته‌ای بده. اون روز آمریکا میخواست نفت تو ببره، امروز این ارزم به خدمتون به اسم انرژی هستی روزی 25 سال روزی 10 میلیارد از پولت میبره و آقای دکتر الهام هم مثل ابر بهار گریه میکنه. ای بر پدر اون نفاق تو و اون احمدی نژاد و بر اون تیر و طایفه ارزم به خدمتون که دولتتون و نظامتون لعنت که مردم به اینجا رسوندیم. مردم جزیره مینو و بندر معشور یا ماهشهر و و و تمام سراسر ایران، در خود همون تهران، در شهرستان اطراف تهران، تو خود محله های شمیران، فقرا که در شمیران هستن، در شمیران تهران که زمین متری به متری 8 میلیون و 10 میلیون رسیده. اینا انسان نیستن، اما اون کسانی که میرن بالای برج میلاد یه بستنی میخورن 100,000 تومان، اینا انسانان ایرانی‌اند و اینا وارثان کوروشند و اینا میراثداران نهضتی هستن که اون نهضت حسینیه. بر اون دروغتون لعنت، بر اون پروژه‌ای که خواستید با اون پروژه روی خدا و قرآن و دین و همه چیز رو سیاه کنید و خدا و قرآن و امام حسین روی شما رو سیاه کرد، بر اون مشیتون لعنت. کدوم مش؟ مشی عرفان. کدوم عرفان؟ عرفانی که مردم رو به فکر انگیزه چی میکشونه؟ جبری بودن، یک جور دیدن، قضاوت نکردن. خوندم اون متن رو دیگه، قضاوت نکن، تو کاری نیست توی عالم. در این عالم همه چیز دست خداست، حتی اگه ظلمی هم در این عالم میشه دست خداست. ظلم رو بکشه بگو الحمدلله. این دین، این آیین،
تمام انحراف ها اینا زبان های مختلفه، هر کسی روی زبانی داده این، هر کسی روی رسمی در گفتن دادیم. موسی تو خیال نکن که فقط تو داری حق میگی، حتی اونی هم که به دید تو به نگاه تو باطل میگی اونم داره حق میگی، منتها تو زبونشو نمیفهمی. با قرائت های مختلف اسلام رو بررسی کنیم، همین حرفی که میزنن. آقا همونطور که احتمال میدی دیگران اشتباه میگن، دیگران هم احتمالا تو اشتباه میگی، پس باید با هم همزیستی داشته باشیم. نه، من احتمال نمیدم دیگران اشتباه میگن، من یقین دارم اون کسی که غیر از خدا و قول خدا و قول اولیاء خدا محمد و آل محمد بود، یقین دارم که اونها باطلن و یقین دارم نمیگم اینا قول منه. بابا همه شعار ما اینه که القول منی فی جمیع الاشیاء قول آل محمد فی ما. اگر تو معتقدی به این حرفی، پس چرا دنبال ابن عربی میری؟ چرا دنبال پیروان ابن عربی میری؟ آقا سید بابا حالا گیر دادی به ابن عربی، بابا بکش بابا بیرون، ول کن تو رو قرآن مجید، از این بحث بیا بیرون. نه، همین قصه فقط ثابت بشه، همین ثابت بشه که ابن عربی یک ملحد منحرفه و تابعین او و مبلغین او و اون کسی که به گورباچف نامه می‌نویسه میگه طلبه بفرست، دانشجو بفرست در حوزه علمی قم، ابن عربی رو بشناسن کیه، به جای اینکه بیاد در قم امام صادق رو بشناسن. اونم منحرف و منحط بود و او باید مورد لعن قرار بگیره، که مورد لعن قرار خواهد گرفت. روزی باشه که در پشت بام‌ها در شب 22 بهمن در محله جمارون مردم لعنتش کنن، در حتی محله جمارون اتفاق خواهد افتاد. استقامت میکنیم، من رو بکشید بکشید، دیگرانی هستن که از من بهتر میتونن این کرسی رو پر کنن و این کلاس و این منهاج رو بهتر ادامه بدن. خب ویدیوی دیگه رو ببینید، با دقت ببینید، بعضی از مطالب شاید این مدار ریز باشه خونده نشه، اما همین ویدیو رو بعد پیدا کنید توی ارزم یوتیوب هست، از برنامه خود ما هم میتونه بگیرید و ببینید. اخ محمد جواد ویدیو ثانی از ممکن، خوب این ویدیو رو نگاه کنید، خوب دقت کنید، توجه کنید. 20 دقیقه یعنی مو مشکله. اعرض کلو مجرد شو؟ لا لا، كله كله اعرض كله. فبعد ما خلصت مباشرة ارقام التليفون. این ویدیو یه مقدار طولانیه، 20 دقیقه هست، همشو گوش کنید، همش بی شرفی. نعوذ بالله، نسمی خدا بر شما عارفای بی دین که جوانان را دارید در وقت منحرف بکنید، لعنت بر شما که با آبروی تشیع دارید بازی میکنید، خجالت بکشید. يدافع بصريح القول عن فرعون سبحان الخالق، شخص يدعي الإسلام يدافع عن فرعون، يقول فرعون ما صنع عمله عمل سيئا، فرعون ماذا صنع؟ قال أنا ربكم الأعلى. لا، فرعون كان يعلم، والعياذ بالله، هو يقول كان يعلم أن الله عز وجل هو الذي ينطق على لسانه، ولذا قال أنا ربكم الأعلى. قرآن میفرماد که وقتی حضرت موسی برگشت از میقات، اومد با سامری دعوا کرد و نزاع کرد که چرا من نبودم این اتفاق افتاد و بنی اسرائیل گوساله پرست شدن. ابن عربی میگه قصه اصلا این نیست، او آمد به هارون به برادرش گفت تو چرا اجازه ندادی اینها گوساله را بپرستن و به پرستششان ادامه بدن، مگه تو نمیدونستی که گوساله هم در واقع مظهری از ذات خداست؟ بنده ما را چرا شدی تو برای فرز کردن آمدی؟ نی برای فرز کردن آمدی؟ با هم دل داده بودیم، با هم دادی کار ما را. موسیا آداب دانان دیگر است، خست جانان و روانان دیگر است. آخه موسا بیچاره شد دیگه، چون که موسی این اصاب از حق شدی در بیابان از به یه چوب زمین. علم بی تقوا بی شرفی. نعوذ بالله، روایات متعدد داره، علم لیس معه عمل لا یزید صاحبه الا، نعوذ بالله، بعدا عن الله تعالی، علم نباشه بهتره. خدای تبارک و تعالی رجال فرعون
فرمود یقدم قومه یوم القیامه فأوردهم النار. خودش پیشا پیش قومش میاد اونا رو وارد جهنم میکنه، یعنی خود جهنم نمیره. ابن عربی میگه طاهرن مطهرن غرق شد در بحار رحمت خدا فرعون، ولی قومش جهنم رفتن. خب کی اینا رو جهنمی کنه؟ علم نباشه خیلی بهتره. نه بهتره، علم بیشرفیه. نصرف الساعات الطويلة في فهم ما يقوله فلان وفلان، ماذا قال أرسطو وماذا قال أفلاطون وماذا قال سقراط، والأنكى من ذلك الاعتقاد بما يقوله هؤلاء، والأنكى من ذلك ترجيح ما يقوله أفلاطون وأرسطو وسقراط على ما يقوله الإمام الصادق وعلى ما يقوله النبي الأعظم وعلى ما يقوله الله في القرآن الكريم. هذه مفاجأة، هذه مو مأساة. هر كي بيقول لا إله إلا الله بهدف نرسيده. امروز یک سری کلاسایی تو این کشور داره به نام عرفان، به نام اخلاق، به نام معارف اسلامی تشکیل میشه، سر جوانهای مردم رو کلا میگذارن با همین مزخرفات. تو کلاساشون میگن به شمرم لعن نکن، آهد میدانی شیطونم میگید لعنش نکنی. جناب نوبی جاره 900 سال زحمت کشید 70 نفر گیر آورد. جناب سید شهدا رو شم شهید کرد، ایشون 71 نفر شد. اوه الا یوم القیامه همینجوری دارن میان ایدارن. بعد همه هم میان که شم رو دورش کنن. جناب سید شهدا میگه آقا باشه شما بگید اینو دور کنید چون تولا و تبرا هست دیگه. بعد میبینید که این تولا و تبرا ابتداییه. لعنت به این عرفان، لعنت به این عرفانی که شما دارید. نفرین خدا بر شما عارفای بیدین که جوانه مردم دارید در وقت منحرف میکنید. لعنت بر شما که با آبروی تشیع دارید باز میکنید. خجالت بکشید. مولوی که گفت کور کورانه من او در کربلا تا نیفتی چون حسینم در بلا. این مولوی، مولوی که امام رضا به همین عبدالعظیم حسنی نوشتن، همین عبدالعظیم حسنی که الان نامش آوردی، که عبدالعظیم حسنی هر کسی در ایمان ابو طالب شک کند در جهنم است. مولوی در مثنوی می نویسد ابو طالب از کوردلی دعوت پیغمبر رو به اسلام نقبول نکرد. کجا شیعه بوده؟ چرا کلن میگید؟ چرا جوانای شیعه رو فریب میدید؟ چی به شما میدن که اینقدر ترویج میکنید یک از کشکول صوفیه میخورید؟ صوفیه غیر از خیانت به تشیع چه داشتن؟ غیر از رکود، فرهنگ صوفیه غیر از رکود، غیر از دگرگون کردن مفاهیم حقیقی اخلاقی، توکل، زهد، همه رو دگرگون کردن و تحریف کردن، چه خدمتی به ما کردن؟ یک بخش مهمی از شعر آینی ما متوجه مسائل عرفانی و معنوی میتونه بشه. شعر مولوی رو شما ببینید، شعر مولوی رو شما ببینید که خودش میگه واقعا اصول و اصول اصول دین، واقعا اعتقاد من هم که خودش میگه با قبار اصول و اصول اصول دین، واقعا اعتقاد من هم. بعد مولوی میگه پس به هر دوری ولی قائم است، خواه از نسل عمر خواه از علی. اینجوری نیست که یک مهدی پسر امام حسن عسکری، نه پس به هر دوری ولی قائم است، هر دوری یکی از اولیای خدا بوده که میخواد از نسل عمر باشه، از نسل فاطمه باشه، از نسل علی باشه. خب این امام زمان نشناخته. من بیزارم از هر کسی به مهدی معتقد نیست و نبوده. شما خواهد دلبسته باشه برو باش. ارفان پیش من علی مولوی رو میخوایی پیش من هر جا رو میخوایی برات بگم فلسفه رو بخوایی از افتن ارفان تا آخر از هر جا دیگی از افتن مفهوم بودی تا آخر مباحث طبیعیات برات بگم. اما همه شکه هر شهر در قرآن و روایات
ابن عربی میگه که عقد الخلائق فی الاله عقائدا و انا فقط تو جنی ما عقد. هر گروهی از مردم درباره خدا یه عقیده ای دارن، یکی بت پرسته، یکی گوساله پرسته، یکی آفتاب پرسته، یکی خدا پرسته. من معتقدم که همه اینا درست میگن. موسا هر کسی را سیرتی بنهاده ایم، هر کسی را اصطلاحی داده ایم، سندیان را اصطلاح هنمت، سندیان را اصطلاح چهنمت. عذاب که میشی بری همینه که میخواستی بگی همه چیز اوست، گفتی تنها این اوست، تنها این اوست. چرا عذاب میشن؟ لکونهم حسر الحق فی ما عبدو، چون اینها خدا رو در اون چه عبادت کردن تو اون بت منحصر گفتن این خدایه، چون چنین اشتباهی کردن که گفتن فقط این بت، عذاب میشن. گمان میکنن بت را سجده میکنن، گمان میکنن انسان را مات میکنن، گمان میکنن که خورشید را مات میکنن. همه مات ها از انسان مسئول میکنن و خود نمیفهمند و گرفتاری های انسان در اون عالم هم برای همین نفهمید و گرفتاری های انسان در اون عالم هم برای همین نفهمید و گرفتاری های انسان در اون عالم هم برای همین نفهمید. قضیه خطیره للغایه، لأن القضية ليست مكشوفة. يعني في اليوم الأول لا يقول لك تعال اعتقد بوحدة الموجود، لا يقول كلمة عادية. أصلا بعضهم يصرح يقول أنا أدرسك 10 سنوات حتى أوصلك إلى العرفان. يعني 10 سنوات مقدمات تمهيد خطوة خطوة، أولا أدرسك الكذا ثم أوصلك إلى العرفان الذي قال به ابن العربي. كسي بخدر کتابای این آقا غور رو بررسی بکنه، چندین و چند سال فقط باید درس‌های پیش نیازی رو بخونه، ادبیات عرب بخونه، کلام منطق بخونه، کلام بخونه، بعد از اون فلسفه بخونه، فلسفه مشا بخونه، اشاق بخونه، اینها رو بخونه سالیان سال، بعد تازه وارد حوزه عرفان که میخواد بشه بیاد یکی از کتابای عرفانی رو به عنوان تمهید القواعد اولین کتاب رو بخونه، بعد میتونه دومین کتاب اصلا که در این حوزه عرفان را از این آقای ابن عربی بخونه، بعد از اون باز کتاب بعدی، بعد از همه حرفا آشنایی به یک سری علوم غریبه ارسماطیقی و بعد از اونها وارد فتوحات مکیه ابن عربی بشه. یعنی یه همچون جایگاهی داره کتابایی که نوشه، اینقدر سنگینه. كثير من أعلام المسلمين يقولون لا ليس هو من مدرسة الصحابة، وكذلك أيضا كثير من العلماء يقولون أنه ليس من مدرسة أهل البيت، لأنه في كلمات الشيخ توجد أمور قد تنسجم مع مدرسة الصحابة وهناك أمور أخرى تنسجم مع مدرسة أهل البيت، ولذا الشيخ يعد في نفسه مدرسة ماذا؟ مدرسة مستقلة واقعا. مدرسة مستقلة واقعا. مدرسة مستقلة واقعا. وإذا روينا حديثا عن الإمام الصادق فإنما لنثبت نظرية أفلاطون. يعني إحنا ماخذين نظرية أفلاطون كشيء مسلم، ناخذ كلام الإمام الصادق لإثبات تلك النظرية أو نطرح كلام الإمام الصادق. هذا مو مؤثر. إن كشما مفهمت بعد مراجعة كنين مگر كسي منكرة وازت إمام كنين مراجعة كردن، وازت إمام كنين مراجعة كردن. ملشي كي أول هست أوس و هرشي كي آخر هست أوس، هرشي كي ظاهر هست أوس و هرشي كي باطن هست أوس. خدا موجودی رو میشود از تحت این آیه خارج کرد، چون موجود یا اول است یا آخر است یا ظاهر است یا باطن است. خدا موجودی رو میشود از تحت این آیه خارج کرد، چون موجود یا اول است یا آخر است یا ظاهر است یا باطن است. لذا امام رحمت الله علیه میفرماید که اونهایی که به کلمات عرفا خردگیری میکنن و ایرادهایی بر حرف اونها دارن، مطالبی که عرفا دارن اونها بعضا تشویق میکنن که اینها کفر هست و
در واقع یک عقیده مشرکانه خودشون دارن. اون کسی که میخواد خدا را جدای از موجودات بداند، موجودات را جدای از خدا بداند، منتها یک رابطه خالق و مخلوق بین اینها در سر یک فهم اون هم نادرست برقرار کند، این رابطه رو در باب این آیه چه میگه؟ خداوند متعال ما را خلق کرده با فکر و با تفکر و با تعقلی که به ما داده از اینا استفاده کنیم، اما نه در مقابل پیغمبر. مقابل پیغمبر واسیم بگیم آقا تو فکر برای خودت بکن، ما فکر برای خودمون میکنیم. این غلطه، چون اون معجزه داره تو نداری. سمعنا ان فی هذه الحوزة المباركه يدرس الارقام على ذوق كتاب ابن العربي وهذا خطر على الحوزة ولا سلم على شبابنا فإن كتاب ابن العرب كل من قرأ هذا الكتاب يعتقد بأنه صديق ولا إيمان له بالله تعالى وتقدس. یک کلمه نظرش ما این اصیل راجع به این نامه امام خمینی به گرباچوف توسط حضرت آیت الله جوادی خامنه‌ای بفرمایید. اشتباه کرده ممکنی اشتباه نکنید. شخصی به نام محی الدین ابن عربی، معروف به ابن عربی، میاد این حجاج صفاک و خونریز رو ستایش میکنه. شخصی دیگه میگه ای کافران و ای غیر مسلمانان، بیایید کتاب‌های ابن عربی رو بخونید و مسلمان بشید. ببینید چقدر فضای تبلیغات دینی ما فاسد میشه و گاهی انسان پی به عظمت این کلام میبرد که اذا فسد العالم فسد العالم. عالم که فاسد بشه، الگو را به جای اینکه پیامبر را به عنوان الگو معرفی کند، الگوی قلابی معرفی میکنه و میاد ابن عربی منحرف زندیق کافر مدح کننده حجاج خونریز را جایگزین پیامبر قرار میدهد و میاد میگه بیا کتابهای عارفانه این عارف بزرگ رو بخون و مسلمان بشو. اونی که ملا صدرا میگه، اونی که محی الدین میگه، اونا هم میخوان مکتب اهل بیت تفسیر کنن، اون استدلال میکنن، میگن اتفاقا این که شیطان بر آدم سجده نکرد، مولوی هم میگه، میگه این از عشقش بود، به خاطر اینکه اونقدر عاشق خدا بود نخواست بر غیر خدا سجده کنه. تفسیر قرآن اینه، تفسیر اهل بیت از مسائل اینه. ابن العربی یکاد ان یکون نبیا عند العرفاء، اقرأوا ما يقول العرفاء عن ابن العربي. الان این بازار عرفان بازی چقدر داغ شده؟ خیلی. یه مسلمان بیچاره مظلوم، واقعا مظلوم، گرفتار یه مش اقتباس شدن به نام عارف. العارف بالله، چه الفاظی هم برای خودشون قطار میکنن. عارف بالله و واصل نمیدونم به فلان و کتاب می نویسن. السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه في قضية معروفة بعد الغداء كل يوم كان يطالع كتب من هذه الكتب البعيدة عن أهل البيت قبل ما ينام،
في يوم من الأيام يسمع هاتفا يقول عبارة ترجمتها لقد ظل الطريق راه را قم كرباء فيعود إلى نفسه. وهذه الكلمة تسبب انقلابه وعودته إلى أحاديث أهل البيت. حضرت رضا سلام الله عليه فرمود کسی که نامی از صوفیه در پیش او ببرند و او به دلش یا به زبانش انکار صوفیه نکند از ما نیست، و کسی که رد بر صوفیه بگوید در نظر من امام رضا مثل کسی است که در مقابل پیغمبر در رکاب پیغمبر جهاد کرده است. متى يصل إلى التوحيد الذاتي الخالص؟ إذا وصل إلى المرتبة الثالثة من مراتب التوحيد الذاتي، وهي التي عبرنا عنها بوحدة الوجود. أما إذا لم يصل إلى المرتبة النهائية فقد وصل إلى الإخلاص في التوحيد أو لم يصل إلى الإخلاص في التوحيد؟ لم يصل. اگر می شناختیم امام ششم کیست، حال این آن نمی رفتیم قی کرده های فلاسفه آن را نشخار نمی کردیم، زباله های عرفان اکسلوفان را حتم نمی کردیم، خواه ناخواه واموندیم و بیچاره شدیم از این اقیانوس معرفت محروم شدیم. الصريح لألوهية كل شيء، لأن والعياذ بالله ذواتنا عين ذاته لا مغايرة بينه، ذواتنا والعياذ بالله عين ذاته، تجده في صور المعادن والنبات والحيوان والأفلاك والأملاك، فسبحان والعياذ بالله من أظهر الأشياء وهو عينها، إنه كل ما يتصوره المتصور فهو عينه لا غيره. قطعا الشخص الذي يقول هذه الكلمات ليس مسلما. وين ادعى الاسلام؟ خداوند آن وجود نامتناهی است که عالم را پر کرده و جایی برای وجود غیر نگذاشته است. خب اگر این جهنم چه معنی داره، بهشت چه مفهومی داره، تفاوت شیطان و غیر شیطان چیست، تفاوت خالق و مخلوق چیست؟ من چند تا عبارت از فلاسفه و عرفا میخونم. این وحدت وجود، حالا بیننده ها قضاوت کنند. آیون میگن خداوند وجود نامتناهی است که جایی برای وجود غیر باقی نگذاشته است. مفهوم این جمله اینه که اگر من بگم این میکروفون هم خدا نیست، خداوند وجودش به اندازه این میکروفون سوراخ شده است. آقایون میگن سمد یعنی توپر، برخلاف نفس صریح روایت که می فرماد سمد الذی لا جوف له، سمد یعنی خدایی که تو ندارد. خب دیدید این کلیپ رو، طولانی هم بود و شاید لازم باشه که بگردید این کلیپ رو پیدا کنید روی اینترنت یا روی همین برنامه ما وقتی میاد روی یوتیوب و چند بار ببینید تا بالاخره بفهمید تمام مطالبی که در اون درد شده. به هر حال همینطور که نظام شیطانی بلده کلیپ درست کنه برای تخریب علمای صالح، برای تخریب مراجع تقلید،
برای تخریب بیوتات بزرگ مرجعیت، برای تخریب آیت الله العظما وحید خراسانی داستان جعل میکنن که ایشون به دامادشون گفتن برید و ارزم به خدمت یاوری این سید مظلوم تنها رو بکنید. لا اله الا الله، چقدر ایشون مظلوم و تنهاست. همونطور که حدیث جعل میکنن برای آیت الله سیستانی که ایشون گفتن که به آقا بگید که من شهرستانی ایشون هستم، با این دروغ دلنگا میخوان چهره مراجع عدول رو تخریب کنن. همونطور که با به اصطلاح تصویرسازی های نمیدونم امامه انگلیسی و امامه های فلان و بهمان و اینها برای مرجعیت مثل آیت الله شیرازی و شیخ یاسر حبیب با کارهای کاملا خنددار و مضحک و بچه گولزنک، در مقابل هم ما کارهای اساسی و بنیادین میکنیم برای براندازی فکر و اندیشه باطلی که بیش از نیم قرن سعی داره که تشیع رو از جاده صراط مستقیم خالی کنه، خارج کنه و جوف تشیع رو از حقیقت خارج کنه و خالی کنه. من فقط در بین همه این عکس ها و تصاویری که دیدم توجه هم رو این آقای بله بسیجی تازه پرونده تشکیل داده، آقایی که برای اولین بار در دهه بر هفته وحدت خودشون به قول خودشون در هفته براءت چپیه به گردن انداخت و به هیئت رزمندگان اسلام رفت و این دعواهای اعتقادی ما رو اسمش گذاشت دعوا سر لاف مولا. همین آقای دانشمندی که از دانشمند بودنشون فقط یک زبان شیوا به یادگار دارند، از ایشون میخوام سوال کنم، شما که در کانال امام حسین اومدی علیه عرفان حرف زدی، علیه عرفانهای باطلی که جوانهای ما رو دارن میبرن به ناکجا آباد، چرا الان در مقابل رهبر چپیه به گردنت انداختی توی دروغگو؟ چرا در مقابل رهبرت وای نمیستی و بگی بر اساس چه حجت شرعی تو مثنوی رو اصول دین میدونی؟ چرا الان دفاع نمی کنی؟ ها؟ عوض شد. حالا کی دنبال لاف ملاست؟ تو دنبال لاف ملایی یا مرجعیت شیعه؟ تو دنبال لاف ملایی یا بیت شیرازی؟ تو دنبال لاف ملایی یا آیت الله وحید خراسانی یا آیت الله سیستانی و مراجع نجف آیت الله حکیم؟ تو و اون عرضم به خدمتون که رفیق کالیفرنیایی که ادعای نیابت امام زمان میکنه و وکالت امام زمان میکنه و عرضم به خدمت جست ضد دجالی هم میگیره و عرضم به خدمت شریفتون که برای آیت الله وحید خراسانی هم خط و نشون تعیین میکنه و عرضم به خود و مرز تعیین میکنه که انتقاد ما به ایشون اینه که ایشون چرا اصول درس میدن و چرا اصلا اصولی هستند و باید مثل من سوادشون در حد این باشه که صحیح بخاری و صحیح مسلم رو بتونم از رو غلط و غلوط و درست و غلط و حالا هر جوری بالاخره یه جوری سرتش هم بیارم و آره اصول درست دادن آیت الله وحید خراسانی اشتباس دیگه. آقای شیرازی هم که سواد ندارن اصلا و آسد محمد هم که طبق نظر آیت الله خویی اصلا شون سواد نداشتن و قابلیت مرجعیت نداشتن. من فقط یه سوال میخوام امروز مطرح کنم، اون دوستانی که میتونن بهشون برسونن برسونن و اونی که اگر همین امروز آیت الله خویی زنده بودن و از ایشون میپرسیدن که این آقای حسن خان الله یاری که تو کالیفرنیا نشستن و روی همه خط قرمز میکشن و خودشون رو هم وکیل و نائب امام زمان معرفی میکنن، ایشون نظرتون از آیت الله خویی، نظر جناب عالی نسبت به ایشون چیه؟ از سر انصاف اگه بخوام جواب بدیم خود ایشون جواب بدن که آیت الله عظما خویی اگر الان زنده بودن، تو عرضم به خدمتتون که منکره علم اصول رو برای استنباط حکم شرعی، تو رو به عنوان فقیه و به عنوان مرجع تقلید و به عنوان آیت الله و آیت الله عظما که مریدات زنگ میزنن و به اصطلاح سیرکی تو شروع میکنن، اون سیرکی رو که به اسم کانال اهل بیت را انداختی، تو رو به عنوان مشتری قبول دارن؟ وانگهی
شما میگی اجتهاد اجازه نمیخواد، چطور اجتهاد تو اجازه نمیخواد ولی رد اجتهاد مرجعی مثل سید محمد شیرازی استناد میکنی به کلام آیت الله خویی؟ چرا؟ چون نداری این موقعیت علمی رو، این به اصطلاح این مایه علمی رو نداری که بخوای علمن ثابت کنی، فقهن ثابت کنی. رضا حرفی رو که 50 سال پیش توسط آیت الله خویی زده شده و از 50 سال پیش ده ها مرجع اومدن و به اجتهاد رسیدن، به فقهات رسیدن و رساله دادن و از دنیا رفتن، چه رسه به خود سید محمد، مرحوم سید محمد شیرازی که دروس درس خارج ایشون در کتاب الفقه هست، در موضوع فقهی ایشون و رساله فقهی ایشون هست و کتاب های ایشون هست. اون وقت این طلبه به اصطلاح دوزاری که یه راننده تاکسی بوده، با همه احترام با به رانندگان محترم تاکسی، از پشت تاکسی بلند شده رفته قم و عرضم به خدمتتون که نجف یه دوری زده و عرضم به حضورتون که سر درس هر کدوم از آقایون دو سه جلسه نشسته و بعدم اومده با سی دی و چهار تا کتاب و عرضم به خدمتتون چهار تا پی دی اف و اینا میخواد بگی من مجتهدم، از روی متن صحیح بخاری و صحیح مسلم بخونه و ادعای چی بکنه؟ ادعای اجتهاد بکنه. تو آقای دانشمند که حالا چپیه میندازی باید جواب بدی، جواب بده. همون کسانی که صدا و تصویر من رو روی کانال روی سایت فتن میذارن که ازشون بسیار ممنونم، همونها این صدای من رو هم بذارن، این سوال من رو هم بذارن که آقای دانشمند، آقای دانشمند جواب بده، اعتراض کن به رهبرت، به همون کسی که به تبعیت از اون چپیه بگردنت انداختی، اعتراض کن که چرا تو مثنوی ملا جلال رو که سراسر انحراف اصول دین معرفی کردی. این یه سوال. و سوال دیگه، اون کسانی که اون شیطان کالیفرنیا رو مرجع و آیت الله معرفی میکنن جواب بدن، اگر الان آیت الله خوبی بودن و الان اگر هر یک از آقایان مراجع تقلید فعلی ازشون سوال بشه که آقا نظرتون در مورد اجتهاد حسن اللهیاری چیه؟ این شیطان تراشیده شده، این بت تراشیده شده توسط جریان صدری ها در عراق، یعنی در جریان صدری یعنی جریان بطری که پشتش هم جمهوری اسلامیه و یک اتحاد شوم بین جریان دجالی و صدری در عراق اتفاق افتاده امروز، نظر مراجع تقلید چه خواهد بود؟ جواب بدن به این سوالات من. اتصال از، یعنی تماسی از تهران، آقای قاسم آقا بفرمایید. جناب قاسم سلام علیکم. حاجی خان سلام علیکم. حاجی خوبه؟ آقای موسوی الحمدلله ممنونم. بفرمایید. یقین داشتی که حرفای شما درسته؟ نه همچین یقینی ندارم، حرفای من یقین ندارم درسته، گفتم که یقین دارم برای این که قول آل محمد علیه السلام و قرآن درسته. خب شما اومدید در تایید کلام خودتون گفتید که حرفایی که من به حرفای خودم یقین دارم و میدونم حرفام درست. نگفتم حرفای خودم، گفتم قول آل محمد، هل قول منی فی جمیع الاشیا قول آل محمد، به قول آل محمد که تفسیر قرآنه یقین دارم اون درسته. هر جا که برای ما ثابت شد این قال الصادق و قال الباقر و قال الجواد و قال الرضا و اقوال ائمه هدى علیهم السلام از اونها به ما رسیده، به امانت درست رسیده، به این قول اعتقاد دارم و یقین دارم که درسته. نه قول خودم، من نگفتم قول من. من یخو فکر کردم گفتید قول شما درسته. نه عزیزم، نه من معصوم نیستم که قولم درست باشه. چند وقت پیش ما یه لایاری تعریف کردی، دیدم دروغ در اومد حرفات. نه من ازشون تعریف نکردم، گفتم بابا، گفتم گوش کن عزیزم، دروغ در نمیاد، گفتم ایشون برادر ما هستن، با ایشون مشکل نداریم. اون روزی بود که ما میخواستیم ستر ای به ایشونو کنیم، پرده ایشون دریده نشه، تمام سعی ما این بود. اینم بارها گفتم این قضیه رو براتون توضیح دادم، خودتونو به ازم به خدمتتون نادونی و نفهمیدن نزنید، تا اینکه نماینده ای به آمریکا رفت و برگشت و فهمیدیم که نه این آقا ارزم به خدمتتون که بارش قرار نیست درست به منزل برسه. و اینجا بود که دیگه بر خودمون واجب دیدیم که اون اشتباهی رو هم کردیم. حالا شما میخواید بگید دروغ؟ بله اصلا فرض کنید اون دروغه. آقای موسوی، شما میخواید پرده علایی جریده نشه، پرده خودت جریده میشه. نه
پرده‌ای ندارم دریده بشه، ما پرده‌ای نداریم که دریده بشه. حساب کنار میره معلوم میشه که داری دروغ میگی، دو در بازی میکنی. چه دروغ، چه دروغ میگم؟ چه دروغ دو دوز بازی میکنم عزیز من؟ خب شما مگه از این نایب امام زمان طرفداری کردی؟ نایب دروغی امام زمان؟ من از نایب اون روز، از نایب اون روز من ندیده بودم این کلیپ رو. اون روز هنوز این کلیپ در نیامده بود. اون روز ادعای نیابت ایشون در نیامده بود که من نیابت امام زمان دارم و وکیل امام زمانم. اگر اون روز این حرفا در اومده بود در افتاده بودیم باش. اون روز فقط زبان ایشون به بی‌ادبی در مقابل بعضی از علمای عدول شیعه باز شده بود که ما اون رو بهش تذکر دادیم و گفتیم این خلاف فتوفت و خلاف اخلاق اسلام و شیعه. ما هم از اون نزدیکه خداوند این پرده ها رو کنار زده و همه دارن میشناسن افراد رو، همه هم دیگر رو میشناسن. خوبه که شما هم توبه کنی و خدا توبه رو بپذیره. شما به ما بگو با چه صیغه توبه کنیم توبه میکنیم. اگر ما گناهی کردیم توبه میکنیم. خدایا اگر من توبه کردم، اگر من گناهی کردم و اگر بابت اون حرفی که من زدم به خاطر مصلحت و گفتم که ما با این برادرمون مشکلی نداریم و این عرضم به خدمتتون که ایشون رو من خواستم آبروش رو حفظ کنم تا جایی که بتونیم اصلاحش کنیم، اگر این حرف من موجب شد یه عده اشتباه کنن و در چاله این عرضم به خدمتتون که این فرد بیفتن، خدای من به درگاه تو توبه میکنم. خوب شد خیلی رو اصلا طرفداریش رو کردن به خاطر هم این حرف نافرم شما. خیلی خوب، حالا این توبه که من کردم به نظر شما کارسازه؟ این که ما اومدیم حالا دستشو رو کردیم، دست نفاقشو، چهره نفاقشو رو کردیم، ادعای دروغینشو بر وکالت امام زمان رو، این کافیه به نظر شما؟ کار دیگه باید بکنیم؟ شما پیشنهادتون چیه؟ اینکه دستشو رو کردی خیلی خوبه، خیلی خوبه، اما مردم دیگه حرفش رو قبول ندارن، میگن زجور. چرا قبول ندارن؟ چرا قبول ندارن؟ بگی دلیلشو، شاید بتونیم اصلاح کنیم امرو. آقا حرفشون درو شده، مردم میگن نمیدونه کدوم یکی درسته کدوم یکی. نه 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 عزیزم، نه قربون تو برم، حرف ما ببین عزیز من، قربون تو برم، حرف ما هیچ درویی نداریم توش، خیلی صریح و آشکار و روشن و شجاعانه داریم میگیم. ما با گنده تر از حسن الله یاری ها به اصطلاح طرفیم. اون که عرضم به خدمتون که پشه‌ای بود در فضایی که بازهای شکاری دارن درش میپرن، با اون بازهای شکاری ما در افتادیم. او که عرض کردم پشه است، تمام شد رفت. کجای حرف مادرش درویی هست که از اون حرفمون هم توبه کنیم برگردیم؟ همین که من گفتم، من حرفم گفتم، گفتم همه موضوعی که شما یه بار طرفداریش کردید برادر دانشمند ما، بعد گفتی یه طلبه بی‌سواده. خب اینا دروغ دیگه. من خیلی خوب عرض میکنم قصد ما این بود که این آدم رو نگه داریم، که این آدم برگرده و هدایت بشه. واقعا قصد ما این بود، چون تصور ما این بود که این آدم باطنن از اهل ظلم، از اهل عرضم به خدمت و نفاق، جریانی که در ایران هست و پشتیبانی داره میکنه، از جریان صدری، از بطری ها منفصله. فکر میکردیم که اون چه که داره پشت تلویزیون میگه با اون چیزی که خارج از به اصطلاح محدوده دوربین میگه یکیه. اما یکیه، اما چیز دیگه ای فهمیدیم. وقتی اینو فهمیدیم، به مجرد که فهمیدیم اعلام کردیم، گفتیم آقا این لباس که تن ایشونه فقط مال پشت دوربینه و این لباس رو لباس کمدی میدونه. این قضیه هم دیگه عزیز من تمام شده است. اگر معتقدید من باید بیشتر توبه کنم، بیشتر توبه کنم. قرارم شده یه برنامه مستقل در مورد ایشون داشته باشیم. حالا هنوز تصمیم قطعی نگرفتیم، اما اگه لازم باشه برای اینکه کاملا ذهن افراد رو به اصطلاح بشوریم از انحرافاتی که ایشون ایجاد کردن، در کنار حرفای درستی که زدن، در کنار همون منهاج براءتی که ارزم به خدمتون از کتابه های شیعه برداشت کردن، برای اینکه یک دکانی درست بکنن برای جذب قلوب شیعیان، برای جذب سرمایه شیعیان، ارزم به خدمتون که اما انحرافاتی که در او بوده رو باید آشکار و اعلام میکردیم تا مردم به خاطر اون حرفای حقش گول این انحرافاتش هم نخورن. این کاری که از دست ما برآمده کردیم، مطلب دیگه ای هست در خدمتونم. این کار دومتون خیلی خوب بود، روشنگری ها و اینا خیلی عالی بود و من چون نزدیک آستانه ماه رمضان بود گفت لازم دونستم تذکر بدم به شما. ممنون شما هستم، تو برادر منی و از این تذکرت ممنونم. خدا نگهدارشون باشه. یا علی مجد، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی. خب بله عزیزان، من با صراحت اعلام میکنم اون زمانی که گفتیم ایشون برادر ماست، برادر دانشمند ماست،
همین حمایت ها رو هم از آقای مهدی دانشمند خیلی ها میکردن، گرچه که ما از اول هم در مورد آقای مهدی دانشمند نظرمون چیز دیگه ایم. به حمدالله یواش یواش در این روزگاری که اصطلاحا باید بگیم که یوم الابدال صفحه داره از هم جدا میشه و خطها داره کاملا روشن میشه و سره از ناسره و نخ سفید از سیاه کاملا داره جدا میشه و سپیدی صبح از سیاهی شب کاملا داره منفصل میشه و صبح آگاهی داره میدمه، اگر من اشتباهی کردم، یه زمانی از ایشون تقدیری کردم و گفتم مشکلی با ایشون نداریم، نخیر مشکل داریم و بسیار مشکل داریم، ولی سعی کردیم که ایشون رو نگه داریم، ایشون رو برای شیعه نگه داریم، اما به واقع احساس میکنم که یه مذهب جدیدی، یه مذهب انحرافیهی، منحرفهی، در حقیقت یه مذهب زالهی رو ایشون برای خودش تأسیس کرده که هیچ بعید نیست این مذهب به بابیگری و بهاییگری منتهی بشه، بعید نیست. ولذا من باز هم توبه میکنم از خدا و توبه عملیم هم اینه که مستدام و مستمر این قضیه رو تذکر بدم که تمام کسانی که چنین ادعایی بکنن، چنین ادعایی که ایشون داره میکنه بکنن که بله امام زمان علیه السلام ما رو در یک نامه‌ای در خواب وکیل خودش کرده و نائب خودش کرده، اینها نه حجیت داره این حرفا و نه طریقیت، بلکه برای ما حجت رو تموم میکنه که این افراد دجالند و کذابند و دروغگو و باید در همین برنامه نیم قرن دروغ یه بله به اصطلاح برنامه مستقلی هم در باب این چنین دروغگویی ها هم ارائه بشه. خب تا همینجا بحث ما تمام میشه و انشالله فردا با برنامه منهاج براه در خدمت خواهیم بود. از اول ماه رمضان هم روز پنجشنبه هست، روزی دو ساعت برنامه خواهیم داشت در ساعت 6:30 تا 8:30 به وقت تهران، 5 تا 7 به وقت ما در بیروت و به وقت مدینه منوره. از هر چه بگذاریم سخن دوست خوشتر است. السلام علیکم و رحمت الله و على ارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. هر جا که هستی انشاءالله که دلهاتون حسینی باشه و خدا ما و شما رو توفیق زیارت آقا ابو عبدالله نصیب کنه. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.